بسیار گرم به همه بینندگان. من کیوان جاوید و این برنامه پخش مستقیم، برنامه‌ای برای شما، برای اظهار نظر کردن شما، برای دخالت کردن در بحث‌ها و برای اینکه بدونیم در جنگی که با جمهوری اسلامی داریم کجا وایستادیم و چه موقعیتی داریم، مردم چه موقعیتی دارن، جمهوری اسلامی چه موقعیتی دارن. در چند روز پیش رفسنجانی، شما که میشناسید رفسنجانی، تمام طول حیات جمهوری اسلامی یکی از سازندگان اصلی حکومت اسلامی، یکی از سازندگان اصلی کشتار، یکی از سازندگان اصلی ترورها، یکی از سازندگان اصلی وزارت اطلاعاتشون، تو خارج ترور، تو داخل کشتار، تو تماماً یه جنایتکاری که واقعاً تاریخ کم دیده اینجور آدمها رو. و این جدیداً اظهار نظری کرده در این که در اندیشه های خمینی خشونت جایی نداشت. اینو همین روز چهارشنبه در جمعی از همین نوکرها و اجیرهای خودشون اینو گفته و ما میخوایم ببینیم چرا جمهوری اسلامی به کجا رسیده که یکی از سران اصلی، یکی از پایه های جمهوری اسلامی امروز میخواد خمینی رو طوری ازش حرف بزنه که انگار یک فرد مثلا یه بودایی بود، برای خودش زیر درخت سیب نشسته بود، همیشه کارش این بود در چطور با خدا در تماس باشه، اندیشهش اندیشه آروم سالم و خدایی و در فکر این که چجوری به صلاح خودش و بقیه به بهشت برن. این تصویر واقعی نیست. خمینی با دستور مستقیم خمینی سال 67 ده هزار نفر، تقریبا چندین هزار نفر، آمار دقیقی معلوم نیست، فقط با فرمان به قتل رسیدن، کرور کرور زندانیان رو با یک جمله خدا را قبول دارید، مسلمان هستید، جمهوری اسلامی رو قبول دارید یا نه، به جوخهای اعدام سپردند و دستور مستقیم خمینی. چرا جمهوری اسلامی و یکی از سران حکومت اسلامی تلاشش اینه که خودشو و خمینی رو ضد خشونت جا بزنه؟ به کجا رسیدند؟ وضعیت جمهوری اسلامی به کجا رسیده؟ دوست دارم شما که در ایران زندگی میکنید و شمایی که تو ایران زندگی کردید و میدونید از چه داریم حرف میزنیم، بیاین خاطراتتو بگین، بیاید بگید چه ها کشیدید در دوران خمینی، در دوران رفسنجانی. رفسنجانی بخش زیادی از سازماندهی ترورها، وزارت اطلاعات زیر دست رفسنجانی بود و حتی به یک معنا در دورانی که خمینی زنده بود از خامنه‌ای نزدیکتر بود و اساسی‌تر و نقش کلیدی‌تری در جمهوری اسلامی داشت. خامنه‌ای نیروی در ساختار و حکومت جایگاهی که رفسنجانی داشت نداشت. به هر حال ماجرا چیه؟ چرا اینطوریه؟ خودتون رو در کجای تصویر میبینید؟ وقتی اینو میشنوید که رفسنجانی داره از خمینی رفع اتهام میکنه، آدم یاد دادگاه میفته. دقیقاً آدم یاد دادگاه میفته که جنایتکارهایی همین الان وقتی کسایی رو از جانیان نازی رو که در جنگ دوم جهانی آدم کشتند، کشتارهای وسیع انجام دادن، میبرن تو دادگاه، منکر میشن، خودشونو تبرئه میکنن، مأمور بودن و معذور بودن و اصلا همه رو دروغ میدونن. تاریخی که اتفاق افتاده، کشتارها و نمیدونم اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها رو منکر میشن بعضا. و احمدی نژاد هم یادتون هست دیگه، جزء اینا و خیلی از سران و حکومت جزء منکرین اون کشتار وسیع دوران جنگ دوم جهانی توسط نازی ها و فاشیست ها بودن. خب شما بخش زیادی اون تاریخ و دوران خمینی رو لااقل تا سال 68 ندیدید، یعنی هیچ تصویری ندارید و نمیدونید خمینی چه نقشی شاید مستقیم داشت. یعنی هر روز خمینی رو در تلویزیون نمیدیدید، فرمان های خمینی در دوره‌ای که اینا شروع کرده بودند به کشتارهاشون وحشتناک بود. با خمینی رو وقتی رو تصویر میدیدید میدونستید یه بلایی سر جامعه میخواد بیاد، یه بلایی سر زنان میخواد بیاد، یه بلایی سر زندانیان سیاسی میخواد بیاد. خمینی سال 57 درست 20 روز بعد از 22 بهمن گفت پوست زنان میکنیم،
نگاه کنید که اسلام پوست زنان را میکند اگر بخوان لخت جلوی دریا برند، ساحل دریا لخت، یعنی خب منظورش هم همونی بود که تمام دنیا هست. زن رو با فرمان فجیع خمینی سعی کردن خونونشین بکنن و این خمینی امروز توسط بخشی از حکومت، جناحی از حکومت، جناحی که خیلی جالبه، جناحی که خیلی الان با خط رفسنجانی خودشون تداعی میکنن و خیلی با سعی میکنن با خامنه‌ای دور بشن، مستقیم ترین مسئولیت ها رو داشتن. جلالی پور تو کردستان فاجعه کشتار رو توی کردستان راه انداخت، فکر کنم در یک روز 59 نفر رو حکم اعدامشون رو صادر کردن و اجرا کردن. جلالی پور الان اصلاح طلبه، الان کسیه که بهش میگن اصلاح طلب. گنجی یکی دیگه از چهره های حکومت اسلامی. خلخالی معروف ترین چهره جانی و آدمکش و قاتل جمهوری اسلامی، اصلاح طلب. و سانعی سال 64 یادمه در زندان آمل وقتی میخواست بیاد اینجا ببینه، دادستان کل کشور بود، دادستان کل کشور، یعنی تمام قتل های زندانیان سیاسی با این یک آدم اصلی اون کشتارها بود. الان جزء نیروهای طرفدار به اصطلاح اصلاح طلبای جمهوری اسلامی. چرا اینطوریه؟ شما به عنوان بیننده تلویزیون ما، شما کسایی که اون تاریخو میدونید، نمیتونن سر شما کلا بذارن. و این جالبه، حکومتی که هنوز سرپا هست، حکومتی که هنوز هست، سرانشون دارن بخشن خودشونو، اتهاماتشونو به اصطلاح منکر میشن، شریک جنایتش خودشونو، جنایتکاری خودشونو دارن منکر میشن. این رو شما ناشی از چه میدونید؟ خودتونو در کجا قرار میدید؟ چرا یک حکومت؟ ببینید همین امروز که ما داریم حرف میزنیم، مطمئن باشید چند تا زندانی رو در ایران تو یکی از همین زندانها به دار کشیدن. این جمهوری اسلامیه. شما یک خط، یک جمله شنیدید که خاتم رفسنجانی بیاد بگه که ملت، مردم کجا هستیم؟ چرا این همه اعدامی؟ چرا اعدام؟ چرا چیکار میکنیم؟ نه، نمیشنوید. برای اینکه این برای حفظ جمهوری اسلامی نمیخواد. ولی از روحانی یک کلمه میشنوید که ایشون بیاد بگه که چرا این همه اعدام، چرا این همه بدبختی، چرا این همه زندانی، چرا این همه؟ نه، برای اینکه اینا برای حفظ این حکومتشون اینا رو میخوان. در کنار این چه اتفاقی داره میفته؟ چه اتفاقی داره میفته که خمینی، که همه آدمای عالم میدونن، همه میدونن که نویسنده‌ای که در انگلیس هست هنوز زندگیش عادی نیست، هنوز مثل سلمان رشدی، هنوز زندگیش نمیتونه مثل همه آدم‌ها تو خیابون بگرده و بره و بیاد، چون امکان داره یکی از طرفداران خمینی که فتوای قتلش خمینی داد برای سلمان رشدی، برای پولی که جایزه‌ای که گذاشت سلمان رشدی رو بکشه. هرچند خود وضعیت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی انقدر بدبخت و توسری خور شدن این حکومت اسلامی تو دنیا، میدونه که کار راحتی نیست و هزینه سنگینی براش داره، ولی با این وجود چطور میشه کسی که فرمان قتل میده و پول میگه که اینقدر پول میدیم اگه فلان کسو بکشید، یه آدم انگلیسی، یه آدمی که تو انگلیس زندگی میکنه، شهروند انگلیسه، و همین آدم وقتی یادمه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی روز به اصطلاح روز تولد فاطمه زهرا، یک خبرنگاری از یک زن پرسید الگوی شما، الگوی یک زن برای شما کیه؟ و من تو برنامه قبلی هم گفتم ها، انتظار داشت بگه فاطمه زهرا چون روز تولد به اصطلاح اون شخص بود. اون گفت اوشین، یکی از شخصیت هایی که اون موقع در سریال های تلویزیونی، انسان بسیار زحمتکش و کارکن و بالاخره زندگی سختی داشت و پرتلاش و به موفقیت هایی رسیده بود، اون گفت اوشین. خمینی یادمه دقیقا خمینی گفت که این خبرنگار رو پیدا کنین،
که این مصاحبه رو کرده و اعدامشون کنین و زنی که این حرف زده پیدا کنید و اعدامش کنید. و بالاخره بهش رسوندن که این دوتا خبرنگار بالاخره خیلی هم به ما نزدیکند و اشتباه شد و فلان و بسیار اینا. ولی میخوام بگم این چهره چجوری یه دفعه مهربون طرفدار حقوق همه آدم ها، طرفدار حقوق کودکان، طرفدار حقوق زنان، آنچنان که آدم فکر میکنه پیش این پیرمرد مهربون بشینی فقط میتونه برای تو از خوبی ها و از لذت ها و از دوستی ها بگه، ولی نشون میده جمهوری اسلامی تو بد مخمسه گیر کرده. جمهوری اسلامی با شما مردم طرفه، شما مردمی که در هر لحظه از زندگیتون میگید ما این ننگ اسلام رو نمیخوایم، ما این ننگ حکومت اسلامی رو نمیخوایم، ما این همه بدبختی نمیخوایم، ما این همه فرق نمیخوایم، ما اسلام نمیخوایم، ما حکومت اسلامی نمیخوایم، ما آخوند جماعت نمیخوایم، ما کسی که تو زندگی خصوصی ما دخالت کنه نمیخوایم، ما کسی که ضد زن نمیخوایم، ما کسی که ضد همجنسگرایانه نمیخوایم. و اینا رو شما مردم به حکومت تحمیل کردید، روزهای بدتری رو اینا خواهند دید، اینو مطمئن باشید. اجالتاً که رفسنجانی زنده است، نه در دادگاه تاریخ بلکه در دادگاهی که در ایران تشکیل میشه، اگه زنده بمونه تو دادگاه تو صف اول میشینه و تمام ترورهایی که تو خارج انجام دادن، از ترور غلام کشاورزها و دیگه از ترور شرفگندی و دیگه از طرف ترور قاسملو و ترور شخصیت‌های بسیار زیادی رو که اینا در خارج تعقیب کردن، یکی یکی در جای دیگه، درست در موقعی که برای اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن، بیشتر حفظ کنن، دست به این ترورها زدن. شما به عنوان خانواده اعدامی ها، شما به عنوانی که عزیزانتون اعدام شدند، شما کسایی که درست از سال 59 اینا شروع کردن به دستگیری و گسترده ترین اعدام ها رو از سال 60 شروع کردن، اینجوری نیست که از سال 67 فقط جمهوری اسلامی دست به کشتار و به دست به یک فاجعه در ایران زد، یک فاجعه رو سازمان داد. از سال دقیقاً 30 خرداد 60 مملو از زندانی بود در زندان‌های جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اینکه مردم علارغم اینکه جمهوری اسلامی رو کار اومده بود، مردم آزادی می‌خواستند، کارگران زندگی انسانی می‌خواستند، اعتصاب بود، تشکل بود، شورا بود، کتابهای خیابونی همه جا بود، نشریات همه جا بود، جنگ بود بین خمینی و حکومتش و بین حکومت اسلامی و همه داردسته ها با مردم. ساده نبود جلوی کسایی که انقلاب کرده بودند برای آزادی، انقلاب کرده بودند برای رفاه، انقلاب کرده بودند برای یک زندگی انسانی، اونا رو به راحتی خونه فرستاد. مردم خونه نبود، نبودند. دانشگاه ها دست سازمان های چپ و انقلابی بود و کارخونه ها، اعتصابات برای زندگی بهتر، کارگران نفت، کارگرای دیگه، شوراهای کارگری قدرتمند و پابرجا برای زندگی خودشون. سال 60 جمهوری اسلامی این وضعیت رو تغییر داد. سال 60 شروع یک کشتار دستگیری های وسیع و خمینی، یادمه پیش از اون میگفت ما خیلی انقلابی عمل نکرده ایم، ما کوتاه اومده ایم، ما بد عمل کرده ایم، ما باید میکشتیم، بیشتر میزدیم، بیشتر اعدام میکردیم. و اینو کل جمهوری اسلامی از خط خمینی گرفت و داشت و مجموعاً با هم بودن، یعنی یک سیاست. همچنان که الانم وقتی حرفایی که رفسنجانی میزنه اینطوری نیست که بگه که من مثلا از قوه قضاییه چرا اعدام میکنه یا چرا حکمش میدن، چرا خامنه ای جلوی اعدام ها رو نمیگیره. اصلا بحث بر سر این نیست، بحث بر سر اینه که این وضعیت حکومت اسلامی دیگه نمیتونه ادامه بده. اصلا دعوایی بین دو تا قطب در جمهوری اسلامی که به شدت از نظر امکانات مالی، از نظر امکانات تبلیغی، از نظر امکانات نظامی، اینا هر دوتاشون از همدیگه میترسن، میدونن که بالاخره دشمنای ساده ای نیستن، دو تا بخش، خط رفسنجانی، خط خامنه ای، میدونن که طرف یک لحظه نباید دست کم گرفت. با این وجود که اینا مثل دشمن در مقابل هم وایستادن، اما روی یه چیز میبینیم کامل با همدیگه هم نظرن، کامل با همدیگه یک خطن. مردم رو بزنیم، مردم رو بکشیم،
تا امروز به فردا برسه. و اینو من دوست دارم شما در این برنامه شرکت کنید و تو این بحث نظر بدید. شما رو خطید، بفرمایید. سلام جان. بفرمایید عزیزم، گوش میدم. آقا جان، اینا که باید محاکمه بشن میگویم. گوش میدم، بفرما. الو. گوش میدم، بفرما. میگم اینا که باید در دادگاه تاریخ بشن میگویم. شما بگید، بفرمایید. یک صدام حسین، دو هیتلر، جنرال سیسی، نتانیاهو. دیگه نم شما دیدادی رفتنجانی؟ خب من فهمیدم، متوجه شدم. خب اینم کسایی بودن. هیتلر باید در دادگاه تاریخ محاکمه شد. هیتلر رو به محاق کشیدن، هیتلر رو سرش رو به سنگ کوبیدن. تکلیف هیتلر که معلوم شد، تکلیف هیتلر معلوم شد، تکلیف شما هم معلوم میشه، تکلیف شما معلوم میشه، معلوم میشه که چه بلایی سر مردم اومده. میتونیم داستان زندگی تک تک مردم رو بشنویم. من از کسایی که این حرف رو شنیدند، کسایی که پای این برنامه هستند و این حرف رو شنیدند و در مقابل این ازشون میخوام سکوت نکنند. اگه کسایی از خانوادتون رو جمهوری اسلامی به خاطر اعتقادات سیاسیشون اعدام کردن، اگه به عنوان بهایی بودن، اگه به عنوان اقلیت دینی بودن، اگه به خاطر مخالف جمهوری اسلامی بودن، اگه به خاطر کمونیست بودن، اگه به خاطر سیاسی بودن خانوادتون رو اعدام کردن، بیاید جواب بدید، بیاید جواب بدید تا معلوم بشه ما مردم نظرمون در رابطه با این جانیان چیه. شما رو خطید، بفرمایید. صدای تلویزیونتون بلنده عزیز من، صدای تلویزیونتون رو کم کنید که بتونید صحبت کنید. بفرما. بله، از اتاق فرمانم میخوام حتما به دوستامون بگن موقعی که میخوان صحبت کنن رو خط هستند صدای تلویزیونشون رو لطفا کم بکنند که دو تا صدا از اینجا شنیده نشه. این یک، گفتم این یک نبرد با جمهوری اسلامی. جدیداً جمهوری اسلامی در رابطه با ماهواره حرفای بسیار جالبی زده. میگن 90% مردم ایران ماهواره دارن و ترس از ماهواره رو تو همه زمینه‌ها از ابراز کردن. ترس از ماهواره، ترس از ماهواره فقط فرهنگی نیست، فقط فیلم‌های بنجل جمهوری اسلامی نیست که کساد شده، فقط اینجوری نیست که ده ها شبکه داره فیلم و موزیک و رقص و آواز و اینا پخش میکنه. یه ترس واقعی حکومت اسلامی، صدای انسانیت، تلویزیون مثل کانال جدید که وحشتناک براش هزینه داره و این نشون میده که ما با جمهوری اسلامی داریم چی کار میکنیم، چگونه جمهوری اسلامی رو داریم عقب میرونیم تو مسائل فرهنگی، تو مسائل سیاسی. چجوری ما مردم جمهوری اسلامی رو توش شکاف انداختیم، طوری که سازنده وزارت اطلاعات حجاریان، حجاریان یه فرد بود که تو آمریکا زندگی میکرد، بعد از انقلاب میاد ایران و سازمان و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو به دست میگیره درست کنه با کمک ساواکی ها، با اجیر کردن اونها بخشی از اونا رو استخدام میکنن و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با کمک حجاریان درست میشه و عضو میگیرن، آدم از این ور اونور استخدام میکنن و دوره میبینن و کارشناس میفرستن کشورهای دیگه آموزش ببینن. این فرد یکی از چهره های مخوف جمهوری اسلامی، بعدن اصلاح طلب میشه، بعدن توسط برادرای خودش توسط خط خامنه ای ترور میشه و الان هم هنوز زنده است. شما رو خطید، بفرمایید. گوش میدم. الو، سلام. بفرما. سلام، خسته نباشید. من فقط میخواستم یادآوری خدمتتون بکنم. خیلی از این کسانی که زنگ میزنن به شما و یه سری مطالبی رو مطرح میکنن، اینا عوامل وزارت اطلاعات خود رژیم هم که تشکیلات گسترده‌ای دارن، اتاقای فکر دارن، هر با هم متحد جهت فعالیت میکنن برای اینکه بحثی که شما میخواید تو اون برنامه‌تون ارائه بدید
به اصطلاح منحرف کنن. من میخواستم که شما خودتون مدیریت بکنید و نذارید اینها بیان روی خط و بحث رو منحرف بکنن و وقت تلف بکنن. شما در رابطه با برنامه من نظرتون چیه؟ من دوست دارم نظر شما رو بپرسم. ما یه موضوعی برنامه داریم، جدیدن رفسنجانی میگه خمینی چهره خشنی اصلا نداشت و نمیخواست داشته باشه. آقای سیوان عزیز، من وقتی انقلاب شد 5 سالم بود. بله. هنوز که هنوز برام سواله چرا چه کسانی، آیا کسی منو هل میداد تو خیابون، کسی منو به زور میبرد؟ یادمه که تو خیابون میرفتم شعار میدادم مرگ بر شعار درود بر خمینی. ولی الان هر چیزی که میگم نمیدونم برای چی من این کار کردم. خیلی از مردم هم که این کار کردن به همین فکر. من حالا بیام راجع به رفسنجانی و خمینی و اینا چه نظری میتونم بدم؟ نظرتون بالاخره شما شنیدید. بله، خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. بله دوستان عزیز، یا خودتون دوربرتون، یا خودتون همسایتون، یا خودتون فامیلتون، بالاخره کسی هست که عزیزش رو از دست داده تو حکومت اسلامی. اولا ببینیم چرا از دست داده، این سوال بسیار مهمیه. از خانوادتون میگم من 5 سالم بود. خب باشه، واسه همین رفسنجانی میخواد تاریخ سیاه خمینی رو از شمایی که 5 سالتون بود بپوشونه، میخواد تاریخ سیاه خودشو. وقتی میگه که خمینی خشونت طلب نبود، یعنی داره میگه منم نبودم. یعنی وقتی میخواد بگه که آقا امام خمینی آدم معتدلی بود، آدم مهربونی بود، آدمی بود که اصلا کاری به مثلا خشونت نداشت، دست به کشتار نمیخواست بزنه و اینا، میخواد بگه منم نبودم. میخواد بگه جمهوری اسلامی اصلا این نبود. میخواد بگه جمهوری اسلامی چهره بسیار مهربونی داشت. برای کی؟ برای کسایی که تو سال 88 هم وقتی بیرون اومدن دیدید دیگه. ببینید اتفاقی که افتاد، کسی، بخش زیادی از جوانها وقتی موسوی اومد در مقابل خط خامنه ای، گفت انتقادی دارم و جاهاشو قبول ندارم، و بعد گفت من در مقابل احمدی نژاد میام، بعد گفت ما میخوایم برگردیم به دوران خمینی. خود موسوی گفت. خب بخش زیادی از مردم گفتن خمینی نبود، خمینی نمیشناختن، در تا دقیق هر روز اون روزا زندگی نکرده بودند. سعی کرد تمام جنایات احمدی نژاد ها و وضعیت درب و داغون کشور رو رب بده به همین افراد. احمدی نژادی که حرف فالیش نمیشه، احمدی نژادی که احمقه، احمدی نژادی که مثلا به قول خودشون بی سواده، احمدی نژادی که میخواد دنیا رو به جنگ بکشه، فلان بسیار اینا. بعد میگه که من میخوام برگردیم به دوران خوش امام خمینی که سفره رو برای همه سران حکومت پهن کرده بود. من میخوام بگم اینا رو باید توجه داشته باشیم. در ایران مطمئن باشید جمهوری اسلامی با انقلاب مردم سرنگون میشه. جمهوری اسلامی با انقلاب مردم تو خیابونها سرنگون میشه و ما باید درست بدونیم کجا وایستادیم. اجازه میدیم دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی وقتی دوره دوم کاندید شد، رفت تو ورزشگاه، فکر میکنم شیرودی بود، رفت تو ورزشگاه شیرودی، خالی بود و مردم اعتراض کردن، پرچم بلند کردن علیه رفسنجانی. اون موقع هنوز توی قدرت بود، ساختار قدرت دستش بود. اومد بالاخره هرچی بیشتر که بیرونش کردن دورتر شد، الان شد یک چهره‌ای که خشونت گریزه، خشونت قبول نداره. چرا داره این نقش بازی میکنه؟ شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. وقت شما بخیر آقای. سلام، بفرمایید، گوش میدم. آقای جواد، این سوالی که شما کردیم، حالا ما باید کتاب ها نوشتن مورد این مسئله. من اینا رو چجوری، این یک بار دادگاه لاهه، دادگاهی که جنایت علیه بشریت رو رستگی میکنه، این سرزمداران این حکومت های مستبد دیکتاتور رو، و دیدیم یک بار میلوویچ رو دیکتاتور سربستان رو به محاکمه کشت، محکوم به اعدام شد، در زندان خودکشی کردن، سران دیگه مثل خلفافی ها و اینا رو در اون دادگاه محاکمه کرد،
این دادگاه. یک بار هم 5 نفر از سران رژیم ایران رو محکوم کرد و 5 نفر از مقامات بالای رژیم که رفسنجانی و ولایتی و رضایی و فلاحیان، اینا این 5 نفر ممنوع خروج شدن. یعنی این ترپور دنبال این 5 نفر سیاستمدار دولتمند ایران بودن، الان هم هستن، اینا اجازه ندارن کشورهای دیگه برن، دستگیر میشن خاطر جنایت بر علیه بشریت. اینها یک بار از دادگاه بین‌المللی محکوم شدن، همه عالم هم میدونه، ملت ایران هم میدونن. اگر هم خمینی هم زنده بود، اسم خمینی هم جزء این لیست میشد، خمینی به طرف ممکن شد. اما اون هموطن نادان و نابخردی که میاد میگه نتانیاهو رو محاکمه کنه، نتانیاهو برای ملتش خوبه، ملتش رو که سرکوب نمیکنه، یک جنگ بین همسایه هست، خودشون میدونن، به ما ربطی نداره، اینا تصفیه حساب همسایگیه بین خودشون. ما نباید دخالت کنیم توی مسائل فلسطین و اسرائیل، به ما هیچ رفت، ما خودمون اینقدر مشکل داریم، بعد مشکل خودمون رو حل کنیم. مرسی عزیزم. انسان بله بفهمید بله کوتاه صحبت کنید دوستامون رو. بله انسان های ما اینقدر گرسنه هستن که ما به فکر مسائل مشکلات خودمون باشیم. نتانیاهو کیه؟ ایکس دیگه کیه؟ تو نگاه کن به عملکرد رهبر خودت، این نابخرد، این نادان. ببین رفسنجانی چه بلایی سر مملکتت آورده، بچه های اینها، فرزندان اینها در بهترین دانشگاه های اروپا تحصیل میکنن، همین دختر آقای روحانی در انگلیس داره تحصیل میکنه، این رفسنجانی پسرش هاشمی در فرانسه داشت، در کمبریج انگلیس داشت تحصیل میکرد. بله. چیپا اخراجش کرد. مرسی از من. فرزندان اجازه بدید تموم کنید رستم رو ختم. اینا فرزندانشون در بهترین دانشگاه ها تحصیل میکنن، ما بچه های ما نسل ندارن تو کلاس درسشون گرم بشن. مرسی، خیلی ممنون. ببینید نتانیاهو هم به ما مربوط عزیز من، همون جوری که هیتلر به ما مربوطه، ما یه جنایتکاری که زندگی بشر رو تحت تاثیر قرار داده و آدم کشته برامون مهمه، همون جوری که مردم اروپا اگه وقتی ما تظاهرات میکنیم علیه رژیم جمهوری اسلامی انتظار داریم از ما حمایت کنند، ما هم انتظار مردم فلسطین و مردم حتی خود تو خود اسرائیل، اینجوری نیست که نتانیاهو قلب تپنده مردم اسرائیله. به هر حال اگه یک نفر یا 100 نفر، مهم نیست چند نفر، آدم کش آدم کشه، قاتل قاتله. بنابراین نباید از این که علیه جمهوری اسلامی هستیم فراموش کنیم دیگر جنایتکارانو. ما هرگز پینوشه رو فراموش نمی کنیم و حتما مردم آرژانتین، مردم شیلی در دوره خودشون انتظار داشتن دنیا، مردم دنیا، انسان دوستا در همه جای دنیا از مبارزات اونا حمایت کنند. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. خطه نماشید آقای کیوان جاوید. رفسنجانی، خمینی، دادگاه تاریخ، این به نظر من به مردم ایرانی کم کم لطفی میکنن و بایستی این لیست به اصطلاح جنایت اینا رو به صورت فرموله توی فایلای اکسل و اکسس بنویسن که مشخص باشه برای همه. مثلا من چند تاش خوب یادم میاد، یکیش همین حکمی که با آقای خرخالی داده بود. خرخالی یعنی شد، یعنی میگفتن معروف بود دیگه، میگفتن که اسرائیل دیگه تو ایران نمیاد چون خرخالی داره وظیفش انجام میده. صدا منو داری؟ بله گوش میدم، بفرمایید. و بعد دیگه یکی از چیزایی که بود، مثلا آقای خمینی این جنایتکار پسفتت بیشرف بی همه چیز، حکم به جهاد بر علیه عراق که اینطوری به اون حمله میکرد، بر علیه صدام حکم جهاد نداد، ولی حکم جهاد بر علیه مردم ترکمن صحرا و مردم کردستان داد. دقیقا اینقدر این بیشرف و اینقدر پست بود. نمیدونم تمام حکمایی که پرد میداد مثلا به انواع و اقسام اینا، مثل آقای میدونم اون یارو جنایتکاره که اسمشو نمیدونم، منحوت که آخرم کشتنش توی زندان بله، بله، ایران. میدونم شما لاجوردی رو میگید، شما لاجوردی، آفرین، منحوت که بعد اصلا قیافش اینقدر بعد نه بود که تو تشییع جنازه شده کسی از خودیاشون هم شرکت نکرد. یعنی اینا همه با حکم آقای خمینی بود و من به خدا من آرزوی مرگ هیچ وقت برای رفسنجانی و خامنه ای و چه حساب، حتی آقای جنتی که میگن
به اندازه نوح عمر داره هی مسخرش میکنن، نمیکنم. میگم که خدای اگه 10 سال دیگه هم قرار انقلاب بشه، اینا رو زندگی گردار که خود من یکی دهنشون رو سرویس کنم. خود من یکی، یعنی من فکر کنم باید نگرشون داریم تکته که مردم بیان تو صورتشون کوک کنن و ازشون بپرسن که فلان فلان شده، چرا تو این کار کردی و برای چی این کار کرد. دقیقا من عرضی ندارم دیگه. ممنون، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. بله، این خشم مردم اینجا میشه دید و چقدر خوبه یکی از مدافعین جمهوری اسلامی هم اومد و در واقع رو خشم مردم به اصطلاح بنزین ریخت که بتونه شعله ورتر بشه و این مهمه. ببینید چطوریه که بله، بذار اینم جواب بدیم. شما رو خطید، بفرمایید. الو، سلام. بفرمایید. سلام، میخواستم بگم روی شما روی ایرین. بفرمایید. ببخشید، من عبدالکریم شاهوزایی هستم از سیستان و بلوچستان. بله، بنده که الان با شما تم... ببخشید، بنده بله، و در مقابل این ما چیکار میکنیم؟ ما کشتار جمهوری اسلامی رو دیدیم، ما اعدام های جمهوری اسلامی رو دیدیم، ما فقری که به زندگی مردم تحمیل کرد دیدیم. ما در مقابل اینها آلترناتیو یا برنامه خودمون و زندگی که ما برای جامعه میخوایم روشن کردیم. اگه حزبی، اگه سازمانی، اگه نهادی، اگه فردی اعلام نمیکنه که انسان ها باید با هم از نظر اقتصادی برابر باشن، هیچ آدمی نباید گرسنه باشه و وظیفه جامعه و دولته که اگه کسی خونه نداره نباید تو خیابون بخوابه، اگه یعنی بی خانمان نباید در یک کشوری باشه، اگه برای هیچ جرمی اعدام نداریم و حبس ابد نداریم، اعتیاد جرم نیست باید کمک کنیم که درمان بشن، تن فروشی مثل یک جرم نیست باید کمک کنه جامعه و نهادهای دولتی که این بخش از جامعه به تنفروشی دچار نشن. همه جنایت ها و همه تباهی هایی که در جمهوری اسلامی هست، جامعه ای که ما میخوایم باید همه اینا از بین بره و برای این مبارزه میکنیم. یادمون باشه برای چه مبارزه میکنیم. شما رو خطید، بفرمایید صحبت کنید. سلام آقای دابید. بفرما. سلام، بفرما. به نظر من خمینی مرد بود. خب ما که نگفتیم نبود، بلا جنسیت شما که صحبت نکردیم. میخوام بگم آقای حزب کمونی چی کار کرده برای تو جامعه. آره، خب چه خوب، چقدر خوب که شما، چقدر خوب که شما طرفدار جمهوری، طرفدار خمینی هستید و مردانگیش. بله بله، چقدر خوبه که حکومتی که طرفداراش اینا هستن. یه مشت شعبان بیمخ والا برای اینا زیاده، یعنی خیلی توهین میشه به شعبان بیمخ که برای شاه چماقدار حکومت شاه بود. داستان شما، داستان حکومت شما، داستان جنایات شما رو ما حزب کمونیست کارگری روشن، شفاف هر روز رو تلویزیون میاریم، طوری که اگه نسل جدیدی اینا رو ندیده باشه، اگه نسل جدید اینایی که این خاطرات رو ندیده. بله دوستی، بله دوستی پیغام داده که موضوعی برنامه خیلی خوبه و برای من پیغام اومد. خیلی ممنون از دوستامون و از طریق اسکایپ بازه. اگه دوستایی که میخوان روی اسکایپ زنگ بزنن میتونن در اسکایپ من زنگ بزنن، کسایی که البته اسکایپ منو دارن میتونن در برنامه شرکت بکنن. ولی مسئله ای که ما اینجا داریم، گفتن که حزب کمونیست کارگری برای مردم چی کار کرده. ما برای مردم خیلی کارها تا اینجا هم کردیم. حزب ما کارهای بسیار زیادی انجام داد. برید نگاه کنید چند تا آدم که قرار بود سنگسارشون کنید. سکینه محمدی آشتیانی یه نمونه شه. قرار بود سنگسارش کنید. ببینید سکینه آشتیانی
به اندازه آنجلینا جولی ما تو دنیا معرفیش کردیم و مردم میشناسنش و براش ازش حمایت کردن، نذاشتیم اعدامش کنین. یه کاری از بکنون سکنیم که بابا جان سلام و سلام من از هستم، اگه اجازه میفرمایید چند لحظه در خدمت بفرما و در خدمت مردمش محروم ایران صحبت کنم. بفرما، گوش میدم. ببین خمینی کپک زده اومد، ولی من آرزو دارم همینطور مجسمه شهر آباد رستقیل آوردن پایین. امیدوارم که این ستونای آرامگاه خمینی با رستقیل بیارن پایین. این آرزوی دیرینه منه. آرزوی دیرینه من اینه که نظام سرمایه‌داری به شیوه عقب افتاده که حکومت مذهبی پایین بیارم، به همت مردم شریف ایران، به همت کارگران، به همت معلمین. ببین خمینی یه انسان بود، وقتی از هواپیما آمد پایین هیچی احساسی نداشت، احساس انسانی نداشت. این خصوصیت خمینی بود. خمینی مخالف شاه نبود، فقط میگه شما که حکومت ایران مردمش مسلمان و تو پادشاهی هستی، طبق قانون اسلام زمین ها را تسلیم نکن، که خودش یه ارباب بود، نمیخواد زمین های اربابا. اربابا اومدن شهر سرازی شدن سرمایه دار. حکومت خمینی یه نظام و یه سیستم عقب افتاده سرمایه داریه، باید اینو نابود کرد. مرسی رضا. زیر حال لجاز مار کردیم این نظام و این سیستم را. مرسی. بله بله، هنوزم که هنوزه کسایی که یادشون میاد، عزیزان زیادی رو بیاد میارن که چطور بهشون اسید پاشیده شد، چطور بهشون تجاوز شد، چطور شکنجه شدن، چطور داستان زیادی هست که ما خیلی هاشو فقط داریم از راه دور به هم دیگه میگیم. خودم و پیش از همین برنامه، اگه شما دیده باشید، برنامه نگاه روز گفتگو با مرسده قائدی رو ما پخش کردیم، در واقع در رابطه با همین سوژه بود. بحثی که در اونجا وقتی میشه رو گوش بکنید، ببینید، نگاه کنید شخصیتی که در مقابل شما قرار میگیره، دو تا از برادرانش که فعالین انسان دوست و آزادی خواه و چپ در زمان شاه بودند و هر دوتاشون از مبارزین زمان شاه بودند، در جمهوری اسلامی به اعدام میشن. خودش به مدت 8 سال زندان میمونه و این فقط یک نمونه است. همسر برادرش رو جمهوری اسلامی، یعنی از یک خانواده 3 تا اعدامی و یک نفر به مدت 8 سال زندان. و جمهوری اسلامی این جنایاتش رو 1000 بار از این باید اضافه کرد بدید که چجوری این جنایاتی کرده. ولی همه اینا یک طرف، چرا جمهوری اسلامی و سرانشون امروز میان ضد بخش زیادی، ضد خشونت میشن در حرف؟ شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم. الو. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. ببخشید، من یه جوان کرمانشاهی هستم که 23 سالمه خب. بله. عملم شکسته کراتینه خب. بله. ولی غیرت ایرانی دارم. میگم دریا به دهن سگ کثیف نمیشه. وقتی اینا هرچی هم در باره خمینی نه، برای خودشون غلط اضافی میکنن. آره، چقدر خوب که شما طرفدار یه جانی هستید. میدونید که کسی دریا کسی که با شعار زنده باد انسانیت تیربارونش کردید، کسی که همین حرفا رو بازجوهاتون تو زندان ها میزدند. بذارید از بازجویی صحبت کنم. میگفت که برق نگاه به زندانی، میگفت زندانی سیاسی زیر بازجویی، میگفت برق نگاه تو خاموش میکنم. یه بازجو با شلاقش، با اتاق شکنجهش، با تیم شکنجهگرش، میگفت برق نگاه تو خاموش میکنم. و اینو اقتدار خودش میدونست. موقعی که زندانیان غیر مذهبی روزه نمیگرفتند، میگفت من روزها میرم سر کار، ورزشم میکنم، شلاقم هم میزنم، روزه منم میگیرم. شما چجوری توی زندان نشستید میگید ما نمیتونیم روزه بگیریم؟ این حکومت بود. و اینا هم کرکری میخوندند که ما حکومتمون پایان ناپذیره، ما حکومتمون تا ابده، ما حکومتمون تمام مخالفینمون رو از بین میبره، ما نمیذاریم صدای مخالفی در جمهوری اسلامی شنیده بشه. کجا هستند؟ تو همین برنامه یکی از کسایی که در خدمت جمهوری اسلامی بود میاد معذرت میخواد از جنایاتی که تو شریک بود.
و مطمئنم شما جوان 23 ساله یک پلاتین به کمرتون اگه بهتون نرسن، اگه مزدور نباشید، اگه جانی در دستتون در جنایات جمهوری اسلامی شریک نباشه، سال 58 نیست که به شما رو شیره سرتون بمالن بگن کلید بهشت به شما میدیم برید خودتون رو کشته بشین. امروز دیگه کسی برای جمهوری اسلامی با کلید بهشت خودشو به خطر نمیندازه. امروز پول میگیره و برای به اندازه پولی که گرفته میاد رو خط تلفن کانال جدید حرف میزنه در دفاع از یک جانی مثل خمینی. و این قدرت ما مردمه که شما رو به جایی رسوندیم که رفسنجانی شما باید بیاد در رابطه از خمینی اعاده حیثیت بکنه، بگه آدم کش نبود، جانی نبود، کشتار نکرد، دستور قتل نداد. شما رو خطی بفرما، شما رو خطی صدات قطع و وصل میشه، صدات قطع و وصل میشه عزیزم، من نمیشنوم. من فکر میکنم اگه بتونم مرسد قائدی گفتند که دوست دارم بیان رو، اگه تماس باش برقرار بشه، اگه نشه باید به همون شماره تلفنی که رو صفحه میبینن. من فکر میکنم من مشکلی دارم با اسکایپ، من نمیتونه صدای دوستامونو بگیره که میخوان از طریق اسکایپ بیان. بله من محدودیت دارم، اگه خود مرسده میتونه به اسکایپ هم زنگ بزنه شاید مشکلی باشه، اگه نه دوتا شماره تلفنی که اینجا هست رو باید بگیرن که بتونن تماس بگیرن. من متاسفانه مشکلی برای لپتاپم پیش اومده، قبلا من با لپتاپ اینجا صحبت میکردم، دوستامون رو میتونستم بیارم، الان مشکل دارم با از طریق لپتاپ که اونو تو برنامه های بعدی حتما درست میکنیم. اما چطور میشه؟ من دوست دارم خانواده های زندانیان سیاسی، مادرانی که پشت درهای بسته هفته ها و هفته ها و هفته ها می رفتند ولی اجازه ملاقات نمی گرفتند، من دوست دارم این مادران بیان حرف بزنن. من دوست دارم زندانیان سیاسی که هفته ها منتظر این بودند که خانواده شون خبر بدن که زنده اند، دوست دارم اینا بیان حرف بزنن. اینا فقط خاطر تعریف کردن نیست، اینا بیان جنایت جمهوری اسلامیه و بیان این که ما چی میخوایم و بیان این که حزب کمونیست کارگری چی میخواد و بیان این که چپ اون جامعه چی میخواد و بیان این که انقلابیون و سرنگونی طلبات اون جامعه چی میخوان. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. ببخشید شما میگید جوان 23؟ بله این همون پلاتینیه که داره از خمینی ندیده خودش دفاع میکنه و این جنگ تو ایران هست. جمهوری اسلامی به یه بخشی از طرفداراش اگه پول نده، که اگه اسلحه جمهوری اسلامی نباشه و اصل کسی نباشه اسلحهشو به دست بگیره که جمهوری اسلامی دوام نخواهد داشت. و برای اینکه کسی بتونه اسلحهشو به دست بگیره و در مقابل جامعه وایسته، باید خرج یه تعدادیشو بده، خرج یه تعدادشو باید بده که چاقو به دست تو خیابونها بگردن، شلاق به دست بگردن. و شما عکس فریده آرمان رو میبینید، یه شخصیت بسیار انقلابی که همسر اولش رو جمهوری اسلامی مهدی میرشاهزاده رو در ایران دستگیر میکنه و تیرباران میکنه سال 61، و وقتی در خارج از کشور هستن در سال فکر میکنم 70 میلاد، 70 ایران، وقتی با همسر دومش غلام کشاورز وقتی در قبرس میرن که غلام کشاورز مادر و خانوادهش رو ببینه، مادر پیرش رو که نمیتونست بیاد سوئد ببینه، وقتی اینجا میرن تیم ترور رفسنجانی، دقیقا تیم ترور رفسنجانی تعقیب میکنن مادرش رو از ایران و در قبرس در لارنکا ترورش میکنن و چند ساعت بعد غلام کشاورز در بیمارستان در اونجا کشته، یعنی میمیره. و این یک نمونه از جنایات جمهوری اسلامی. این عکسی که میبینید، این عکسو که میبینید و فرید آرمانو که میبینید، یکی از شاهدان در دادگاهیه که رفسنجانی
امیدواریم زنده بمونه و در اون دادگاه پشت میز محاکمه باشه. من دقیقا الان ما از برنامه هایی رو که شما در تلویزیون ما میبینید، یکیش محاکمه سران جمهوری اسلامیه که الان چند هفته دوشنبه ها پیش از ساعت 8 شب، پیش از اینکه برنامه پخش زنده هم شروع بشه، یه برنامه هست که مرصد قائدی داره با زندانیانی که به عنوان شاهد در دادگاه ایران تریبونال حرف میزنن، خانواده هایی که دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هفت نفر از بچه هاشون اعدام شدند، و این دادگاهی که هنوز جمهوری اسلامی به قول معروف سرنگون نشده، دادگاه علیه سرانش وجود داره و هست. ما نه شعاره، به هر حال امکان داره یکی بگه که نه اصلا اینا دروغن، اینا واقعی نیستن. دادگاه هست و در دادگاه، دادگاه رو به جهان بازه، وکلای کاملا بیطرف بین‌المللی، نهادهای بیطرف بین‌المللی در دادگاه حضور خواهند داشت، از رفسنجانی و تا خامنه‌ای و تا بقیه وکیل معتبر خواهند داشت. شما رو خطید، بفرمایید، گوش میدیم. با سلام به کیوان جاوید، مرسده قایدی هستم. سلام مرسده عزیز، خیلی ممنون، لطف کردید که اومدید تو برنامه‌مون شرکت کردید. مرسده شما بفرمایید، نظر بدین. واقعا تیتر برنامه رو که دیدم فکر کردم که حتما باید بیام چند کلمه صحبت بکنم. واقعا تو این ماهی که الان هستیم با این چیزی که تو شما گذاشتین به طور واقعی خیلی همخوانی داره. این ماه خردادی، ماهی که واقعا 30 خرداد یکی از روزهای، یعنی یکی از کشتارهایی که جمهوری اسلامی کرد، آماری که هستش فقط در 31 خرداد تو این فاصله 300 تا 400 نفر رو اینا اعدام کردن. و به خب در واقع یکی از کسانی که باید پای دادگاه، همون دادگاه تاریخی تا بای مردم بره، لاجوردیه که متاسفانه نیستش. الان منم بعد از همون صحبتی که بینندتون کرد، واقعا منم دوستان اینا زنده بمونن و در تو دادگاه بگن که چه جنایت هایی رو کردن. و منظورای در واقع طرفداران رژیم که الان دارن پول میگیرن و میان تو این برنامه میگن که حزب کمونیست کارگری چی کار کرده. فکر میکنم حزب کمونیست کارگری همون کاری کرده که اینا رو وادار کرده. وادار شدن بیان راجع به جنایت هایی که دارن میگن مجبورشون کردیم که دارن اعتراف میکنن. همون به دادگاه نزدی دارن اعتراف میکنن، دارن مظلوم نمایی میکنن و معذرت‌خواهی در واقع میکنن. به نظر من ما یک مورد کردیم، دیدیم که حکومتی که تو قدرت بود اینا ما پای دادگاه بودیم. به نظر همین قدرت این تلویزیونه، قدرت همین کمونیستا و آزادی خواهد که نمیذاریم جنایت هایی که رفسنجانی، خمینی و حتی موسوی، خاتمی و اینا کردن، موردهایی که زن حامله رو تو همین 30 خرداد بردن تپاهای، یعنی در این 24 ساعت تیرباران کردن. و تصویران اینقدر زود تیسون بخواستم اسم اون عزیز ما رو بیارم تو برنامه، 8 ماه حامله بود، تیربارانش کردن، در این 24 ساعت دستگی کردن. خودتونم میدونین که واجه ما میتونیم ساعتها در این مورد حرف بزنیم، ولی این ما چون برای ما یادآور خاطرات خیلی دردناکیه، یعنی یادآور بچه هایی که در این 24 ساعت 13 ساله و 14 ساله اعدام شدن. بله. واقعا سن کودک به خاطر جون که کتانی پوشیده بودیم. مرسده مرسده شما یکی از شاکیان جمهوری اسلامی هستید. شاکی یکیش به خاطر اینکه شما بخش تعداد زیادی از خانوادهتون توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. میتونید یه مقدار با بینندگانمون صحبت بکنن که بینندگانمون بدونن جنایت وقتی میگیم، وقتی از جنایت خمینی حرف میزنیم، وقتی از جنایت رفسنجانی حرف میزنیم، چه آدمهایی رو ما داریم مثال میزنیم. بفرمایید. ببینیم تو حتی صحبتهای رفسنجانی معلوم بود که خمینی به اون سیستم دست نزده، همه سر جای خودش بوده. درسته، راست میگه، زندان ها فقط با همت مردم درش باز شد و بلافاصله زندان ها پر شد. و من خانواده من کسانی بودن که از سال 50
علیه سلطنت و علیه سیستمی که در اون کشور بود مبارزه کردن و قبولش نداشتن. برادرم جواد یک مدتی در زندان بود، بعد مبارزه شو علیه شاه ادامه داد و صادق هم همینطور و زهرم همینطور. اینا همه فعالین زمان شاه بودن. و یکی از چیزهایی که باید به بینندگان عزیز بگم، یکی از اتفاقاتی که در خرداد سال 60 افتاد، رژیم جمهوری اسلامی اول رفت سراغ فعالین زمان شاه، چون به ما گفتن وقتی من دستگیر شدم گفت شاه اشتباه کرد، ما نمیذاریم شما زنده بریم بیرون که مردم گل بزنن گردنتون، شاه اشتباهاتی که کرد ما نمی کنیم. و سواک یاد گرفته بودن، آموخته بودن، چون ما میدونیم در ادامه سرکوب انقلاب خمینی کرد. برای همین رفسنجانی در مصاحبه که همین امروز که من باش مصاحبه در رابطه با اون مصاحبه کردم، در اون گفت که ما دست ندادیم به سیستم. راست میگه. زندان ها ما در شعارهایی که بچه ها زمان شاه بر درای زندان نوشته بودن، وقتی ما رو در اتاق شکنجه بردن، من همونو دیدم که بچه ها در 52-53 این شعارها پایین درای زندان کمیته مشترک نوشته شده. و یه دلیل دیگه، اتفاقا مبارزات مردمی که اینا تسهیلن دارن زندان ها رو به قول خودشون محل جنایت خودشونو دارن به پارک میخوان تبدیل کنن، چون از هیتلر آموختن. الان مردم سالیانی میرن در آلمان جاهایی که هیتلر آدم ها رو سوزوند و شکنجه کرد، اونجا یکی از مراکز بازدید انسان دوستای دنیا شده. مرسده اگه یک کسی بهتون بگه، ببخشید چون بینندگان من هم منتظرن، اگه یکی بهتون بگه یه لیست بنویسید از تعداد کسایی که شکنجه شدن، زندان بودن، اعدام شدن، شما چند تا لیست میتونید بنویسید؟ چند اسم چند نفر که خودتون؟ من لااقل خودم با دوستای خودم میتونم بیش از 120 نفر از دوستای خودم بنویسم. من شاکی تمام دوستای خودم هستم، به جز که برادرم من شاکی کسایی که با اینا مبارزه کردم و برای آزادی در روزهای انقلاب در خیابانهای تهران برای آزادی مبارزه کردم. شما الان که خمینی که نیست که به قول که تو دادگاهی که تشکیل میشه شرکت کنه، رفسنجانی هست، اگه شما رفسنجانی بیاد بگه من آدمی بودم که خشونت طلب نبودم و در این جنایات دست نداشتم و خون از دماغ کسی من نریختم، شما به عنوان یک شاکی حکومت اسلامی که فکر کنم بیش از 8 سال زندان بودید، درسته؟ اگه اشتباه نکنم. شما به رفسنجانی چی میگید؟ خیلی کوتاه که بینندگانمونم میخوام بیان رو خط. بفرمایید. من تمام نوشته هایی که وجود داره، تمام روزنامه ها و اسنادی که وجود داره، تمام اینا رو جلوش میذارم و میگم که تو یکی از جنایتکارانی هستی که همکاری که در تمام این دوران. فقط خیلی کوتاه بگم، ببینید حتی این اواخر ما میبینیم آخرین نازیستی رو که یا آخرین فرد از نازیستایی که دادگاه کردن تو آلمان با وقاحت تمام 95 سالش بود گفت که من جنایت نکردم. یعنی میخوام بگم جنایتکارای اینطوری هم وقتی پای میز محاکمه میرن شاکن جلوشون با نیستن، میگن یک جمله رو میگن برای منافع دولت های ما بود. رفسنجانی اگه در دادگاه حضور داشته میگه برای منافع دولت ها و اقرار میکنن کشتن، ولی خودشون رو مقصر نمیدونن. مرسی خیلی ممنون که تو برنامه‌مون شرکت کردید. مرسی. ما جنایت جمهوری اسلامی رو جلوی جامعه نگه می‌داریم، ما اسامی عزیزانمون رو جلوی مردم نگه می‌داریم، ما بسیاری از چهره‌های عزیزی رو که از دست دادیم نمی‌ذاریم اسمشون فراموش بشه، ما بسیاری از عزیزانمون که شکنجه شدن، سال‌ها در زندان موندند و جلوی جامعه نگه می‌داریم که نسل امروز، جوانای امروز بدونن چه مبارزاتی شد که جمهوری اسلامی امروز به این بدبختی رسید، چه مبارزاتی از گذشته شد، چه کسایی مقاومت کردند، چه کسایی جنگیدند، چه کسایی کوتاه نیومدند، چه کسایی در دل زندانهای مخوف جمهوری اسلامی گفتن زنده باد انسانیت، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد مردم ایران، زنده باد مردم که به جوخهای اعدام سپرده شدند. با همه این وجود جمهوری اسلامی تا موقعی که ما هستیم، تا موقعی که آزادی خواهان هستن، تا موقعی که انسانیت هست، جمهوری اسلامی نمیتونه منکر بشه جنایاتشو. ما علارغم این که این
دلغک جمهوری اسلامی یا اون طرفدار جمهوری اسلامی بیاد بگه که اینجوری نبود و درود بر این و درود بر اون. ما نمیذاریم حقایق جامعه ایران جایی پنهان بمونه و در مقابل این جنایات انسانیت میذاریم و اینطوری جامعه رو میسازیم. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. بفرما. بله، ساندیس خورای جوان جمهوری اسلامی که هر حکومتی داره. قذافی همین یک هفته پیش از اینکه حکومتش سرنگون بشه اجیر شدگان حرفه‌ای داشت که داشتن ازش به خوبی حمایت میکردن و بقیه جنایتکارا. حتما اصلا دور از ذهنه که یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی فقط با طرفدارهای مخلص خودش، طرفدارهایی که بخوان در راه خدا، یعنی اصلا عاشق رفسنجانی و عاشق خامنه‌ای باشن، براش بجنگن. اون دوره تموم شد. جامعه ایران دو جور الان روبروی هم هست. مزدورهای آدمکشهای حرفه‌ای مواجب بگیر و مردمی که اینها رو نمیخوان. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. سلام آقای سلام، گوش میدم، بفرما. بله، مزدورهای حرفه‌ای آدمکش و مردمی که از گرونی نون جونشون به لب رسید، مردمی که آزادی رو ازشون دریغ کردن، مردمی که تفریح رو ازشون گرفتن، مردمی که خوشی رو ازشون گرفتن، دخترها و پسرایی که رقصیدن و خندیدن و تفریح کردن و مهمونی رفتن رو ازشون گرفتند، برید نگاه کنید تو ایران چه خبره. و تمام اینا جرم شد. خندیدن در ملای عام در روزهای معینی جرم است، چون فلان امام در مثلا 1700 سال پیش، 5000 سال پیش فلان کسی مرده بود، مثلا نوح برای یک بلایی سرش اومده بود، جرم شد خندیدن. ساده ترین و عادی ترین کاری که یک انسان امروزی انجام میده اینه که اونجوری که دوست داره لباس میپوشه، موهاشو شونه میکنه، آرایش میکنه و بیرون میره. جرم شد و قانون گذاشتن که جرم است. و اینا شوخی نیست. میگن مثلا صدام حسین جنایتکار و خیلی ها میدونن جنایتکار، ولی زن تو اون مملکت تو همون دوران جنایات صدام حسین زن و صورتش اسید پخش نمی پاشیدند برای اینکه چرا مثلا بی حجابی، چرا مثلا بد حجابی. میگن هیتلر، دوران هیتلر کسایی که آلمانی بودن به هر حال خب دشمن یهودی ها و کمونیست ها و فلان بود، ولی یک آدم عادی میتونست اگه به هر حال یه شهروند اونجا بود بالاخره تو خیابوناش میرفت، قدم میزد، راه میرفت، سر کار میرفت، اتومبیل سوار میشد، هرچی. اینا کاری کردن، اینا کاری کردن که تو تاریخ نظیر نداره، تاریخ بی نظیر جنایت های اینا. ولی اما چرا ما این همه از جنایت اینا میگیم؟ مگه مردم نمیدونن؟ مگه ما داریم میگیم که تازه مردم بفهمند؟ ما فقط داریم این کار میکنیم که معلوم بشه اینا اینجا دادگاهه؟ نه، مردم میدونند. ما میخوایم نشون بدیم جمهوری اسلامی بدبخته، جمهوری اسلامی تو سری خورد شده از توسط مردم، جمهوری اسلامی مفلوک شده برای اینکه شما مردم نخواستید و این مهمه. و شما مردم فقط نه اینکه نخواستید، شما مردم زندگی بهتری رو در مقابلش قرار دارید میدید. شما رو خطید گوش میدم، بفرما. سلام شما. سلام، گوش میدم، بفرما. آقای کرمان، چرا شما کسی مخالفت صحبت میکنه قطع میکنید؟ شما برید تو شما قطع میکنید، دو کنان صحبت میکنم قطع میکنید، بعد میگید داشتی قطع شد. بله، 70 نفر از شما پشت خط منتظرید که با فوش و با نه، من میخوام بگم من میخوام چجوری به شما ثابت کنم که مثلا من بسیجی نیستم نه صحبت کن، من شما رو قطع نکردم. اگه میخوایم وقتتون رو صحبت کنید صحبت میکنه. بله، اینجا جلسه دفاع از حزب کمونیست کارگری تلویزیونش نیست. اینجا مخالفتون صداشو همین تو این برنامه شنیدید. پلاتینی
که گفت از کرمانشاه زنگ میزنم و شنیدید و حرفاش هم شنیدید. این تلویزیون ترسی از جمهوری اسلامی لاغر نداره که شما نمیدونم چقدر نمیدونم کجا داری زندگی میکنید. کسی هست در جمهوری اسلامی بیاد بخواد از خودش، از انسانیتش، از رفاهش، از خوشبختیه که جمهوری اسلامی آورده بتونه دفاع کنه؟ اصلا امکان داره کسی از جمهوری اسلامی بتونه بیاد یک قدم برای مردم بگه برداشتیم و مردم راضی باشن دفاع کنه؟ شما رو خطید، بفرمایید، گوش میدم. صدای تلویزیون رو در از من بلنده، لطفا کم کن صحبت کن، بفرما. مثل این که برایشون صحبت نمی کردن و صداشون هم پخش نمی شد. در مقابل ما علیه اعدام رو میذاریم، حکومتی میاریم که اعدام درش لغو باشه، مثل 70% کشورهای دنیا بر اثر مبارزات مردم، تلاش مردم، جون کندن مخالفین، مبارزه مخالفین علیه اعدامی ها اعدام در اون کشورها لغو کردند. ما کاری میکنیم که جامعه انسانیتش توش موج بزنه. این یه جنگه. ما فقط علیه جمهوری اسلامی افشاگری نمی کنیم. افشاگری هامون وقتی تاریخی از اینکه چطور مردم به بدبختی و تباهی زندگیشون کشیده وقتی میذاریم، در مقابلش انسانیت و خوشبختی و رفاه رو میذاریم. من دوست دارم شما مخالفین جمهوری اسلامی بیاین روی این خط و حرفتون رو بزنید در مقابل اون کسایی که اجیر شدن که بیان بگن که خمینی عالی بود، خمینی خامنه‌ای خیلی مرد بسیار شریفی بود و چیزهای مسخرفات دیگه. شما رو خطید، گوش میدم. گوش میدم، بفرمایید. الو. گوش میدم، بفرمایید. الو، سلام. سلام. الو، سلام. خسته نباشید. مرسی، بفرما. بله، من میخواستم کسالتن من میخواستم بگم که این برنامه که شما ترفید دادید بیشتر راجع به هیتلر و مردین جنایتکارای ناپلئون و اینا داره برگزار میشه. ما شما راجع به خمینی و رفسنجانی حرف بزنید. بله. شما چند سالتونه؟ من 42 سالم. بله. شما شنیدید وقتی سال 57 خمینی گفت پوست زنان میکنیم اگه تو کنار ساحل بدون حجاب را برن؟ شنیدید؟ بله. گفت مردم پوستشون رو میکنن. بله. مردم یعنی منظورش خودش بود. بله. خب گفت مردم پوست اینا رو میکنن. بله. و شما نظرتون چیه؟ شما چه چهره ای از خمینی جلوی چشتون میاد؟ والا ما نمیدیم. ما از روزی که این انقلاب شد و این رژیم و این خمینی اومد کار بدبخت شدیم. نه. زندگی میشد بدبختی، گرگیه، مصیبت، مریضی. نه. چی بگم دیگه؟ نه. این زندگی من همه هم میدونن. خودم الان یه گوشه مریض و بدبخت افتادم. از این برنامه شما خوشم آمد، گفتم تماس بگیرم. خیلی کار خوبی کردید. به دوستاتونم بگید، به آشناهاتونم بگید با این برنامه تماس بگیرن. بله، این برنامه برنامه مقاومت مردم هم هست. این برنامه یه روی سکش اینه که جمهوری اسلامی جانیهاشو معرفی کنه، چهرهاشو معرفی کنه. به قول یکی از دوستمون، خود رفسنجانی نمیتونه خارج بیاد، پاشو از ایران بیرون بذاره، چون دستور ترورهای زیادی رو به توسط رفسنجانی صادر شده. در آرژانتین اینا مرکز یهودیهای آرژانتین بمب گذاشتن و هنوز پرونده زنده است و یکی از کسایی که متهم خود رفسنجانیه. این دوتا تصویر رو ما میذاریم در مقابل مردم، حکومتی که هست، جامعه‌ای که میخواد درست بشه و میخوایم درست بشه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم، بفرما. قطع شدن ایشون. آیا همه به این صراحت به شما میگند آزادی بی قید و شرط بیان؟ کجا شنیدید؟ کجا میشنوید؟ آزادی بی قید و شرط بیان یعنی من به عنوان یک فرد تشخیص میدم آزادیم یعنی چی؟ چجوری حرف بزنم، چجوری بخونم، چجوری بنویسم، چه آهنگی بسازم، چه کتابی بنویسم. آزادی بی قید و شرط تشکیل احزاب،
نه احزاب راست وقتی شاه هست میگه حزب فقط رستاخیزه، فقط یک حزب، حزب رستاخیز، و خمینی بگه حزب فقط حزب الله. ببینید و چه مشترک اینا رو ببینید. سال 56 و این حدودا بود که گفتن که یه حزب درست شده، حزب رستاخیز، تموم شد، هر که قبول نداره از کشور بره بیرون، از کشور بره بیرون. این حرف مستقیم شاه. بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد گفتن حزب فقط حزب الله. در مقابل این دیکتاتوری ها و این آدم کشی ها ما حزب کمونیست کارگری چی میگیم؟ میگیم همه احزاب از راست و چپ و میانه و لیبرال هر اسمی روشون میذارن، حتی اگه خودشونو میگن فاشیست، باید بتونن حزب خودشونو درست کنن و آزاد باشن. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم بفرمایید. گوش میدم بفرما. بله، بازم به دوستامون وقتی زنگ میزنن بگین موقعی که میان رو خط صدای تلویزیونشون رو ببندند، چون دقیقا این اشتباه رو دوستای جدید انجام میدن که وقتی با من صحبت میکنن همزمان دارن تلویزیون گوش میکنند، اون لحظه میبینن صداشون نیست، پس فکر میکنن به کانال جدید تماس وصل نشده. شما رو خطید گوش میدم بفرما. درود بر شما. سلام، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم، بفرما. من شاهدم که دو سه نفر توهین کردم به شما، معذرت عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. بعد ولی میخوام یه بحثی با شما رو کنم. خب میدونم شما کمونیست هستید، از کمون میاد، از بشر اولیه و خب برابری و برادری. ولی من هنوز نفهمیدم چرا باید ما در مارکس جستجو کنیم، در لنین و استالین جستجو کنیم؟ آیا در فرهنگ ما این نیست؟ خب من تو این برنامه از مارکس و از لنین براتون صحبت کردم، در حالی که من معتقدم انسانیه. خب وقتی میگین حزب کمونیست، اسمش خب اسم حزب ما حزب کمونیست بر لنین و هر کسی دیگه. من اسم بله من. ولی ما در فرهنگ ایران سوسیالیسم نداریم. میخوایم جوابتون رو بدم؟ بله حتما، میخوام باهاتون صحبت کنم. خب باشه، شما دو دقیقه بیشتر فرصت ندارید. اگه دوست دارید سوال بفرمایید، سوالتون رو کامل بفرمایید و بعد من بتونم جواب بدم، چون نمیتونم دیالوگ، چون الان همین الان پشت خط منتظرن. شما کاملا سوالتون رو بفرمایید. صحبت این اشتباهی که به یک آدمی مثل من دو دقیقه وقت بدین، چون من همه بستر نایز من همه قبول میکنم چون ماهواره خرج داره. ولی من در شاهنامه ایران سوسیالیسم اساسی رو پیدا کردم، سوسیالیسمی که به بیمه، به حقوق کارگر، به شاه که باید خدمتگزار مردم و چوپان گله باشد، همه اینا پی بردن. مگه مردم گله هستن؟ پی بردن. و هیچ لزومی ندارد که ما از غرب اینها رو بگیریم. شما چجوری تلفن از غرب گرفتید عزیز من؟ گوش بفرمایید. شما تلفن از غرب گرفتید، شما ماشین از غرب گرفتید، شما کامپیوتر از غرب گرفتید، شما تمام هواپیما رو از غرب گرفتید، شما تصفیه بنزین رو از غرب گرفتید، شما همه چیز خوب دنیا رو از غرب گرفتید، هیچ مسئله ندارید. ولی انسانیتی که از تو غرب سازمان یافت و کتبی شد و براش جنگیده شد و براش توش انقلاب شد و براش اینا، این یکی دیگه، این یکی بد شد، همه چیز خوبه، ولی اون یکی رو شما از شاهنامه میگیرید. چرا؟ من متاسفم که شما با اینکه ما خیلی شما رو گوش میدیم، شما حاضر نیستین ثانیه ما رو گوش بدین. خب من گوش من سو بله. عیبی داره؟ نه هیچ عیبی نداره. من بحثمون مردم نیست. آخه یک لحظه اجازه مردم صحبت کنن. خب مارکس و انگلس و لنین و استالین اینا خدمتگزارای مردم بودن. ما هم دوستشون داریم. بدون شک استالین بزرگترین قهرمان جنگ دوم جهانی است و من بهش احترام میگذارم. وقتی در اوکراین میبینم که اکثر سرباز جلوی طرف تا این گذاشته به اشتتاییش میکنم، چون واقعا در اوکراین چقدر سرباز روسی به خاطر مبارزه با آلمان فاشیست کشته شد. ولی شما هم قبول بفرمایید که در فرهنگ ما همه اینا هست. باشه عزیز من، مرسی. باشه، مرسی، ببخشید. من اینجا واقعا معذرت میخوام. بس بر سر این که شاهنامه چقدر سوسیالیستی هست، چقدر انسانی گرایی توش هست، اینا واقعا نیست. من امکان داره این دوستمون واقعا راست بگه. من اصلا اینکه شاه خدمتگزار گله هست، من اصلا نه به شاه اعتقاد دارم، نه به گله ای که میخواد یه چوپان داشته باشه.
اینا به هر حال این نظر شخصی شما هست. من نمیخوام علیه این که آیا شاهنامه بد نوشته خوب نوشته، آیا بعد از شاهنامه صدها متفکر اومدن دنیا رو تفسیر کردن، اومدن در مورد همه رویدادهای جهان تا امروز حرف زدن. دنیا رو که با شاهنامه که نمیشه عزیز من اونجا قفل کرد، اونجا فریز کرد و بعد اومد. باشه، شما علاقمند به شاهنامه هستید و من هیچ مشکلی با شاهنامه ندارم، من اصلا نخوندم راستش، خیلی جاهاشو اصلا. به هر حال این موضوع برنامه ما نیست عزیز من. موضوع برنامه این که یکی اومد میگه که حزب کمونیست کارگری برای ما چه کار کرد، چون این برنامه حزب کمونیست کارگری تلویزیون کانال جدید در مقابله، در مبارزه با یک حکومت جانی و آدمکشی که امروز تو ایران سر کاره، و در مقابل این که حزب کمونیست کارگری چیکار کرد، میگم همین برنامه حزب کمونیست کارگری همین برنامه است. حزب کمونیست کارگری یعنی مقابله با علیه اعدام ها. همین دیروز مینا احدی تو پارلمان اروپا بود در مبارزه جهانی علیه سنگسار، که لغو سنگسار رو تو جهان بذارن. تو جمهوری اسلامی مجازات اعدام رو یه مدتی اجرا نمی کنن، نه اینکه ور انداختن. برید ببینید کیها جنگیدن علیه سنگسار در ایران. شما رو خطید، بفرمایید، گوش میدم. بفرما، گوش میدم. سلام آجابید. سلام، گوش میدم عزیز من. شما الان توکن کجا هستید؟ بهتون میگم عزیز من. من تو انگلیس زندگی میکنم، جایی که اگه مریض بشم یه تلفن میزنم به بیمارستان، میگم من مریض شدم. میگن اگه نمیتونی خودتو به بیمارستان برسونی برات آمبولانس بفرستیم. همین دو هفته پیش بود، ساعت یک شب زنگ زدم به خط تلفن لاین. به من نگفتن شغل چیه، به من نگفتن بیکاری نمیتونی، به من نگفتن که اگه درآمد کافی نداشته باشی نمیتونی بیاد. دکتری که رو خط با من داشت صحبت میکرد انقدر در واقع مهربونانه برخورد کرد. من تو انگلیسم، اینو ملکه انگلیسم به یاد نداد به دکترها. اینجا مبارزه سوسیالیست ها اتفاقن، اینجا مبارزه کارگرای اتفاقن. اینها رو به دولت ها، هر دولتی میری میاد مجبور اینها رو رعایت کنه، چون اگر نکنه 100,000 نفر فردا میریزن تو خیابون. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. آقای جاوید، من یک بار اومدم، خیلی کوتاه باید. بله، ببینید، حزب الله میگه که حزب یعنی حزب الله، شما هم میگید حزب یعنی کمونیست. مرسی عزیز من، شنیدم. اگه شما از قبل تو ذهنتون خط کشی نکرده باشید، حزب الله میگه حزب، فقط حزب الله و لا غیر. اگه باشه اعدامش میکنیم، اگه باشه زندانش میکنیم، اگه باشه شکنجهش میکنیم. حزب کمونیست کارگری میگه که همه احزاب آزادن، تشکیل بشن، فعالیت کنن. من میگم تنها راه نجات جامعه ایران اینه که برنامه حزب کمونیست کارگری رو، آزادی هایی که میگه و رفاهی که میخواد بیاره و دخالت مردم در سیاست و در دولت و در جامعه رو به رسمیت میشناسه و برای مبارزه میکنه. و کسی که روزیش سه بار توی برنامه لایو میاد رو تلویزیون صحبت میکنه و حزب کمونیست کارگری بهش امکانات میده و میاد به اندازه خیلی بیشتر از کادرای این حزب کمونیست کارگری صحبت میکنه، این حرفشه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرما. الو، سلام، بفرما، گوش میدم. لطف کنید واسه کنید به این برنامه. شما صدای تلویزیونتون عزیز من بلنده، واسه همون الان دارید اون لحظه گذشته رو گوش میکنید. خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو کم کنید، دارید مستقیم با من که کیوان جاوید باشم حرف میزنید. بفرمایزم، گوش میدم. سلام های کیوان جان. بفرمایزم. خسته نباشید. مرسی، خیلی ممنون. میگم این حتما الان یکی میگه چرا اون مخالف رو قطع کردید. اون مخالف حرف قسمتی که نشنیدید رو ما به جمهوری اسلامی ما اجازه نمیدیم. دریوری هاش و بقیه حرفایی که پشت سرش زدند رو پخش بکنند. این شده یک کابوس جمهوری اسلامی.
اگه فکر بکنید که میذاشتیم جمهوری اسلامی چی ها بیان اینجا تمام اون لیستی از فوشهاشون رو اینجا پخش بکنن، ببینید چقدر برنامه، یعنی به نفعشون میشد، طوری که مختل بکنن یک انسان شریف و آزادی خواه و انسان دوست بتونه رو خط بیاد حرف بزنه، طوری که خیلی ها بعد از نیم ساعت از برنامه به خاطر انقدر برنامه اشغال میشد از فوش جمهوری اسلامی مجبور میشدن تلویزیون رو ببندن. ولی اینجا هم کور خوندید، ما مردم نمیذاریم شما جمهوری اسلامی چی ها و شما سران جمهوری اسلامی آب خوش از گلتون پایین بره، و همین برنامه نشون داد که نمیذاریم بره، و همین برنامه نشون داد که هر کجا که جمهوری اسلامی جنایت میکنه اون روی سکه شما داریم که انسانیت رو میذاریم، نه فقط حرف انسانیت بلکه مبارزه برای انسانیت رو میذاریم، و اینه درد جمهوری اسلامی از ما، و اینه درد جمهوری اسلامی از ما. ما کاری میکنیم که تو اون کشور خشونت انسان علیه انسان ور بیفته، کاری میکنیم انسانها با صبر و تحمل با همدیگه زندگی کنن، کاری میکنیم بخش زیادی از بیماری هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده روحی و روانی تو اون مملکت از بین بره، چون انسانها رو وقتی شاد نگه داری، چون انسانها رو وقتی بهش برسی، چون انسانها وقتی از زندگیشون لذت ببرن، انسانیت گل میکنه و شکوفا میشه. کاری میکنیم تو اون مملکت داریم انجام میدیم، نشونه هاش همین حالا میبینید، نشونه هاش میبینید که حزب کمونیست کارگری و این تلویزیون داره چیکار میکنه. به نظر من کسی که در مقابل خشونت و جنایت جمهوری اسلامی میخواد کاری بکنه، باید بدونه یه روی سکه دیگه هست، یه جای دیگه هست، یک حزب دیگه هست که میتونه توش متحد بشه، توش سازمان پیدا بکنه و انسانیت خودشو، انسانیت فردی خودشو با انسانیت با انسانهای دیگه جمع ببنده. شما رو خطید، گوش میدم. سلام، خسته نباشید. مرسی، گوش میدم عزیز من، بفرما صحبت کنید. میگم بله گوش میدم، بفرمایید. خستم شایدان. بفرمایید، گوش میدم. خستم شایدان. آقای از زمانی که آقای خمینی تشکردم مملکت ما فقر و بدبختی و کشتگی و بیچارگی داره بیداد میکنن. اعدام ها هر روز، کشتگی هر روز، چخترام و خان مادرام و همه شون دارم میان به سمت فاحشه‌گری. خب چه وضعشه؟ با مردم یک رو تکون میکنن دیگه. حالا دیگه خسته شدیم. ما اینقدر دیگه خسته شدیم چهار کنیم. واقعا یه خسته شدیم. با یکی یه کاری کنیم. یکی به داد ما برسن. ما چیکار باید بکنیم آخر؟ حالا الان یه نفر آدم من پدر مادرم پیر شدم، مریضم. سه تا خانواده اصلا نمیم دیگه بر کشتی بار واقعا دارم. یکی رو بریم بخنیم سود. نهاشان میخوریم ما. سیب زمینی هم خونه هم بگذاره میکنیم ما طول آب برگاه اومده رو هم دیگه دیگه نمیدونی چه کار کنیم. ساخونه هم رفتی شکایت کردی الان شیش ماه اجاره خونه اومدم به بلده اصلا خسته شدیم. با چیکار باید بکنیم اینجا؟ خیلی ممنون. مرسی عزیزم، مرسی، خیلی ممنون. بله اینا واقعیت اون جامعه هستن، اینها واقعیت اون جامعه هستن. در مقابل کسی که میگه که این وضعیت رو باید با مبارزه و با سازمان و با متشکل شدن از بین برد، دوست دارم شما بگید آیا این واقعی هست یا نیست. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. بفرما. سلام، صداشون مثل این که قطع شد. بله بله بله، یکی از سازمان دهندگان کشتارها در ایران و یکی از سازمان دهندگان ترورها در خارج از ایران و کسی که در وزارت اطلاعات و در وزارت نمیدونم همه جا نقش اساسی و کلیدی داشت، چرا رفسنجانی امروز میاد در رابطه با خمینی چنین به اصطلاح با دست و دلبازی اعلام میکنه که خمینی اصلا هیچ برنامه‌ای برای خشونت نداشت، اصلا کارش این نبود، خیلی آدم
دست دلباز و مهربونی بود. چرا داره این کاری میکنه؟ خودتون رو بذارید. ببخشید شما رو خطید، گوش میدم، گوش میدم، بفرما. سلام، گوش میدم، بفرمایید. جاوید، صدای ایشون رو میشناسم، ایشون همونی هن که مدام میان رو با قدرت تمام علیه جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی اینو میشناسه. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم. صدای تلویزیونتون از من کم کن، خواهش میکنم. صدای تلویزیونتون رو کم کنید، صحبت کنید. من گوش میدم، بفرمایید. بله، صدای تلویزیونشون وقتی بلنده من دیگه حتما اتاق فرمان بهتون این جمله رو میگن. وقتی میخوام وصل بشید، وقتی شما رو دارم وصل میکنم به این اتاق، به صدا توی برنامه شرکت کنید، صدا تلویزیونتون رو کم کنید لطفا. شما رو خطید، گوش میدم. آی گرمان جالب، نه نه پس کردید. گوش میدم، صحبت کن. باش. صحبت کن عزیز من. به امید روزی که بله میگن من قد کردی، صحبت نمی کنی عزیز من. ما بهتون در اتاق فرمان میگن، منم میگم. خواهش میکنم وقتی رو خط اومدید صحبت کنید. شما رو خطید، گوش میدم. الو، سلام علیکم. بفرما. ببینید امشب بسی که این بدارت اترکتی خیلی سری حمله کردن. شما این برنامهاتون از اینا بیشتر بدید. رو بسید زد این امام حسین، این حضرت علی زد و امام علی زد و کن ولی رفسنجانی و از اون بدتر اون بهشتی اینا میدونید اینا همون ستونهای کنفرانس گوادلوب بودن. گوادلوب میدونید داره تو دور برای اینا داره چی کار میکنه. خیلی مسئله مهمی هایی بیدونه همه شما رفسنجانی نگاه کن همه کارو پشت پرده رو انجام میده، کسیفتری، لذیرانتری، وحشیتری کار رو انجام میده، حتی بدتر کسیفتر از خود خمینی. ولی ببینید به همه شو سر یعنی این از اون مرغ به شکل دقیق زیره کنه عمل میکنه، مثل مار خوشخط خود رنگ عوض میکنه و دروش اون برنامه های صندوق بینالمللی و پول و یعنی از ستونهای اساسی صندوق بینالمللی بود و بانک جهانی. یعنی این یه آلترناتیوی که پشت پرده تمام این جوانان تمام این بدبختی ها اصلا کلن از زمانی به صورت اساسی ایجاد شد. فقر و بدبختی به زمانی اون جهت درسته اگر دو زمان رفنده yes. بعد آقای هم اومده بود گفته بودن این هم ازدورید من سوال اونم آقای اومده بودن گفته بودن این هم شاهنامه طوران کرده. آقای عزیز شما آدرس غلط ندید، حرف شما متین حرف غلط میدی. این مسئله که شاهنامه وجود نداره، شاهنامه مال فردلا و خان ها و مال به درد اینا میخورد، برای پادشاه ها میخورد. ولی شما چرا رب میدید که بینه به مزده است به حسن سبا به نیروهای مبارزه تن که خیام های بزرگی تو ایران با دست مرسی از من بله. و در سطح جهان آوازشون رفته. شما اشتباه میکنی، شاه و شیخ اینا کرم از کرمای تن یک دیگر تغذیه میکنه. خیلی ممنون. مرسی، خیلی ممنون. بله همونطوری که گفتم جمهوری اسلامی براش مهمه که در برنامه‌های مخالفین جمهوری اسلامی دخالت بکنه و بحث کنه و فوش بده و پارازیت بندازه، برای اینکه اگه این کار نکنه خب تماما یک صحنه جنگ مخالفین جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی میشه. بنابراین باهاشون مأموریت دارن که بتونن دخالت کنن و ما با حضور شما بینندگان مخالف جمهوری اسلامی مأموریتشون رو شکست میدیم. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. سلام و درود بر کیوان جاوید. به امید روزی که این سران حکومت دجال
و غیر انسان حکومت رذل جمهوری اسلامی در مقابل دادگاه انسان قرار بگیرن و یکی یکیشون محکوم بشن برای جنایاتی که کردن، من یک در واقع انتقادی کوچیک از شما داشتم با توجه کرد از قبل سپاسگزارم. خواهش میکنم از این همه زحمتی که شما عزیزان میکشید بفرمایید برای آگاه کردن ملت شریف ایران. بفرمایید. من فقط انتظارم از شما اینه که شما با توجه به فرهیختگانی که در ایران وجود داره و شما خودتون، ما بهتر نیست که به جای در واقع اسم کمونیست با توجه به اون محتوای در واقع اندیشه شما، آزادی خواهی شما، این اسم برای ایرانی ها هنوز انگار یه اسم غریبه. در این حال که کار شما، حرف شما بسیار انسانی و بسیار روحانیه. این من فقط در این رابطه میخواستم صحبت کنم. بله، ما اینو توی برنامه جداگانه عزیز من دقیقا صحبت میکنیم، همین سوالتون رو پخش میکنیم، از مسئولین حزب هم سوال میکنیم، از اینا میخوام جواب بدن. ولی واسه همونه که چون این برنامه الان من میتونم یه رو با هم دیگه بحث کنیم، حالا خوبه بده یا شما قانع کنید یا من قانع کنم، اینا خب موضوعی برنامه که واقعا سر جنایت، آدم کشی، اعدام های هر روزه جمهوری اسلامیه، خب میره عقب. من سوالتون رو حتما توی برنامه دیگه جداگانه میذاریم و بحث میکنیم. خیلی ممنون، مرسی، قربان شما. قد نمیشد، روزم هم قد نمیشد، الان نه پا دارم که بخوام نماز بخونم، نه پول دارم بخوام روزه بخونم، نه پول دارم بخوام دای نطره بگیرم مردم صبحانه بدم بخوره. خب این دوره اسلامی اوجوری شده. من در زمان شاه پوشیه میزدم، با چادر کمری را مرفتم. الان کی میتونه برای چادر کمری بگیره بودیت سرش کنه؟ کی میتونه برای مثلا حرف به مسجد ها بشه نروز نماز بخونه با این پاهی دردنار پیر؟ نمیتونی خودت جمع بکنی چه جا بخی بری روز نماز بخونی، تو مسجد بری نماز بخونی؟ خدا اگر بخی قبول بکنم با همون درکتی هم که زمان شاه ما مخوندیم قبول میکرده. الان که اسلامی رفته نماز بوسیدیم گذاشتیم کنا بیرو چه کار خوبی کردید؟ روزم آرم گذاشتیم کنار، چند دنم دای نطرم آرم گذاشتیم کنار، خود ما نداریم بخوریم، چه جا بخوام این خرجه رو بکنیم، کرای خانه نگیریم بده. ما از کجا آدم بیره بخوره؟ ما گفتن پول نفت میدن بریزن تو خیابون که پول نفت میدن، همه مدویدن تو خیابون که پول نفت میرن در خانه ها میدن. مرسی، خیلی ممنون از من. نمیرم در خانوار بدن، این گیرانی را اینقدر گیرانی هسته که نمیتونی بری چیزی بخیلی بخوری. رفتن دیروز به چه گریه میکرد و رفتن زردالو میگه کیلو 10 تومن. خب ما چند تا زردالو بردارم بری به چه دهنش بسترشه برم بگیرم بردارم بدم، از کجا برم بیارم؟ مرسی از من، خیلی ممنون. دوستمونم اومد از زندگیشون گفت. برای این تلفنم قطع شد. تلفن ها قطعی ها زیاده، ولی به هر حال تلاش بکنید بیام تو برنامه صحبت کنید. تو برنامه زنده اگه خودتون دیگه به خوبی میدونید جمهوری اسلامی، به اعتراف جمهوری اسلامی 90% مردم ایران میگن بالاخره به ماهواره دسترسی دارن، یا خودشون دارن یا بالاخره از طریق فامیل هاشون یا دوستاشون پای برنامه های ماهواره هستند.
و این سد دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو شکوند. ماهواره در واقع یکی از اصلی ترین و اساسی ترین کارهای یک حکومت اینه که دیکتاتوری و خفقان آنچنان بالا بره که همسایه از همسایه خبر نداشته باشه، و اینو ما داریم میشکنیم و بیش از این خواهیم شکوند این سد خفقان جمهوری اسلامی رو. شما رو خطید، گوش میدیم، بفرمایید. سلام عرض کردم، شبتون بخیر کیوان جاوید عزیز. گوش میدم، سلام از منه، بفرمایید، گوش میدم. خواهش میکنم، جعفرم رو دامتون میشم. بفرما. من انتقاد از شما دارم. بفرمایید. الو، گوش میدم. من یه انتقاد دارم. شما وقتی که میخوایی برنامه رو اجرا کنید باید یه آمادگی کافی رو برای این برنامه داشته باشید. اول این که جمهوری اسلامی تمام قدرت شده کار برده و داره میبره که کسی از منتقدین روی خط نیاد، سازمان یافته فقط طرفداران خودشون روی خط بیاد. ثانیاً این که خمینی جنایتکاری مثل رفسنجانی همه مردم ایران میشناسن. خمینی سخنرانی هایی داره، دستخطایی داره، از دستورهای برای جنایات آدمکشی و غیره سخنرانی هایی داره برای شکستن قلمها، برای ایجاد تنافهای دار، برای کشتار مردم و غیره. این سخنرانی ها رو خواهش میکنم برای مردم پخش کنید، این دستخطا رو در معرض دید عموم قرار بدید. و در مورد جنایات رفسنجانی هم از سالهای اولیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی تا حالا مردم بسیار میدونن، برای اینکه این برنامه پربار بشه کافی از خودشون، از سخنرانی های خودشون، از دستورات خودشون، از دستخط خودشون در معرض دید عموم قرار بدیم تا هر جنایتکاری نیاد بگه که دریا به دهن سگ نجسته میشه. خمینی جنایتکار دریا کنند در مقابل مردم. از وقتی که به من دادی سپاسگزارم. مرسی. تا زمانی که روی کار بود افرادی دروغش بودن و به عرض شمایت میکردن. وقتی که سرگون شد معلوم شد چقدر این جنایتکار هزاران برابر بیشتر از اون که مردم میدونستن افشا شد. مرسی. هنوز داره افشا میشه. مرسی. بله، ولی مردم ایران خمینی و رفسنجانی رو اینا رو میشناسن عزیز من. اینکه ما بیایم اینجا بحث بر سر این نیست که ما ثابت کنیم آیا خمینی آدمکش، قاتل، جانی، خوناشام بود یا نبود، بعد مثلا بیایم اینجا رای گیری کنیم، بعد مثلا بیایم به مردم ثابت کنیم، به جوون 15 ساله اینجا اگه از خانوادهش خاطره ای داشته باشه میدونه اینا چی کردن و چی میکنند. همین پیش از این دوستمون خانومی که اومد صحبت کرد گفت دیگه من نماز میخونم و فلان و اینا کنار گذاشتم. هفته قبل تو برنامه خودم جوونی از قم از بدبختی و فقر و بیکاری در قم صحبت کرد که این که همه جوونا دارن از مذهب و میذارن زدن زیرش زدن کنار. هفته هم تو همون برنامه دوست دیگری از مشهد صحبت میکرد، دقیقا میگو اگه خمینی اینه، توی از مشهد زنگ زده بود، میگو حتما امام رضا هم یه آدمی مثل این بود که براش مقبره درست کردن و فلان. این جامعه رو ببینید، جامعه امکان نداره، جامعه خفقانی که جمهوری اسلامی میخواست ایجاد بکنه شکسته سدش. هزاران هزار نفر هر روز دارن از جنایات جمهوری اسلامی میگن. ما بحثمون این نیست که مردم آیا میدونید جمهوری اسلامی جنایتکار هست یا نیست. ما میخوام به یه بحث اصلیمون اینه، چرا امروز رفسنجانی میاد؟ آنچه که از هر من شمس هست، آنچه که مثل آفتاب میدرخشد، جنایات خمینی و دستورهای قتل خمینی و آدمکشی‌های خمینی، آنچه که همه میدونند چرا داره منکر میشه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جمهوری اسلامی توسط شما مردم، شما کسایی که تو ایران زندگی میکنید، 90% از شما مردمی که در اون مملکت دارید، اون مملکتی میسازید و آباد میکنید و زندگی رو در اون مملکت به جریان میندازید، شما جمهوری اسلامی رو به اینجا رسوندید. شما مهر باطل به جمهوری اسلامی زدید.
شما گفتید نه به اسلام، شما گفتید نه به مذهب، شما گفتید نه به جمهوری اسلامی، شما گفتید نه به هرچه بیعدالتی، شما گفتید نه به هرچه آدم کشی. شما در مقابلش اگه جامعه سه ماه تو اون مملکت جمهوری اسلامی نباشه، جامعه میشه که انسانها به هم احترام میذارن، بیشتر از این به هم احترام میذارن، جامعه‌ای که برای هم زندگی رو برای هم ساده تر میکنن، جامعه‌ای که با هم مهربون تر میشن. و اینو ما تضمین میکنیم، این بخشش رو ما تضمین میکنیم، این بخشش رو همه دوستایی که زنگ زدن، دوستی مثل جعفر که همین الان زنگ زد، دوستای دیگری که همیشه زنگ میزنن، این جامعه میتونه مملو از انسانیت باشه. و اینو دیگه نمیشه همینجوری از شاهنامه در آورد. دوستان عزیز من، شاهنامه برای کسایی که میخوان برن شب یه مدار وقتشون رو صرف کنن، یه مدار سرحال بیان، شاید برای یه بخشی از اونا خوب باشه. ولی انسانیت رو بخوای پیاده کنی، بخوای رفاه اجتماعی رو پیاده کنی، بخوای بهداشت اجتماعی رو پیاده کنی، بخوای در رابطه با حقوق کودک، برای سلامتی کودک برنامه داشته باشی، اون موقع باید تو همین دل جامعه وایستی و اینا رو بسازی. و ما میخوایم اینها رو بسازیم. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. سلام آقای کیوان، شب شما بخیر. شب بخیر، بفرما. آقای کیوان، درباره ادامه صحبت میکنم. یه مسئله هم که به برنامه امشب ربط نداره ولی ضروری بود اینجا بگم. اولا درباره ادامه های که به قول معروف این یه کار اشتباهیه که نهادینه شده. صدا ما دارید آقای؟ بفرمایید، من گوش میدم، گوش میدم. اولا درباره اعدام هایی که این یه کار اشتباهیه که نهادینه شده، اونایی هم که اعدام میکنن یه روزی پشیمان خواهند شد. فقط اینه میخوام بگم که اون روز نگن کسی نبود، به ما نگفت. بعد 40-50 هکتار از جنگل های بلوط ایران داره میسوزه، همینجوری کسی نیست خاموشش کنه. فقط خواستم این 2-3 تا خیلی کوتاه از جنگل بگم که اینا شاید یه نفر به فکر این باشه. جنگل از سیل جلوگیری میکنن، جنگل از طوفان شن جلوگیری میکنن، هر هکتار جنگل 40 تن گرد و خاک را میگیرن، جنگل آب شیرین تولید میکنن، جنگل هوا رو خنک میکنن، جنگل محیط رو زیبا میکنن، پارک طبیعی مجانی از جنگل امانت نسل بعدی است. خلاصه خواستم فقط بگم که شاید یکی بره این جنگل ها رو خاموش کنه. مرسی. بله، طبیعت و جمهوری اسلامی فقط با آدم ها سر جنگ نداره، با تمام مظاهر زندگی و از جمله با طبیعت سر جنگ داره. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. بله بفرمایید. گوش میدم عزیز من، صداتون پخش میشه. من کیوان جاوید هستم، شما رو خط هستی، صحبت کنید. رفیق جاوید بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. من 83 ساله هستم، از اول انقلاب اطلاع دارم. این رفسنجانی جانی درجه یک این مملکته. این رفسنجانی تمام قدرت این جمهوری اسلامی در دست او بوده. این نوچه ملوچک خمینی بوده. این تمام کارها را این انجام داده. کشتارها در ایران، در خارج، در داخل، همه جا را این انجام داده. خودش ثروتمند، یکی از ثروتمندان بزرگ این مملکت بلکه در دنیا هستش. تمام ثروت این مملکت، این آب و خاک مال این بی همکته. تمام کارگران را روزمزد کرده، یا به قول یا گفتنی قانون چی بگن مخل مرادات نمیدن کرده، یادم رفته، رسمی نیستش. همه را این رفسنجانی باعثه. بدبختی کارگران، بدبختی مردم و بدبختی تمام مدرسه ها، تمام کارگران، بچه های کارگران که الان بی سواد موندن، از مدرسه اخراج می شوند به خاطر شهریه، به خاطر زورگویی، به خاطر پول گرفتن شدید. من یک مردی جهان دیگه از این دوبوم جهان به این ور زندگی دارم می کنم. تمام این چیزا یادم هست. الان من چند بچه مدرسه‌ای دارم، به خدا خودم بیکارم، تو خونه نشستم. الان اینا نمیتونن درس بخونن،
به مخافات بدبختی تمامشون درساشون رو گپ کردن و به آخر نرسیدن. مرسی از من. این زن زنجانی یا دیگران همشون آدم کشن، اصلا مذهب افیونه، مذهب به درد انسان نمیخوره، اینها همه چیزشون دروغه. مرسی از من. بله صحبت های خوبی داشتن دوستمون. بله شما رو خطید عزیز، بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. جناب آقای جابی. بله من هستم، بفرمایید، گوش میدم. قربان، برای اختتام برنامه امروز شما میخوام بگم به امید برپایی دادگاه های مردمی علیه این جانیان کثیف و واقعا جانیان رژیم پوسیده اسلامی و در انتها تبدیل مرقد خمینی به توالت عمومی، به بزرگترین توالت عمومی برای ایران. سپاسگزارم. ممنون از من، مرسی. بله اون همه امکاناتی که اونجا خرج شده اونا رو برای مردم استفاده میکنیم، اونا رو برای زندگی بهتر مردم استفاده میکنیم، تمام امکاناتی که اینا از مردم دزدیدند و ازشون میگیریم و به جامعه میرسونیم، به صرف جامعه میرسونیم. شما رو خطید، گوش میدم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. چند لحظه پیش زنگ زدم شما نامه صحبت کردم، شما خیلی چیز نگفتین، ولی از بیماری خودتون در لندن صحبت کردین که به بیمارستان زنگ زدم شما رو بردن در. بله عزیز من، موضوع برنامه شاهنامه نیست عزیز من، خواهش میکنم احترام بذارید لطفاً به برنامه‌ای که هست اینجا، به نوع برنامه‌ای که هست و موضوعی که هست. من در رابطه با بهداشت عمومی و دخالت مردم، دخالت جامعه در سلامت مردم صحبت کردم، دخالت دولت در سلامت و مسئول بودن دولت و نهادهای دولتی در سلامت مردم صحبت کردم. در ایران عکسی پخش شده چند سال پیش که هنوزم همونه، که دو تا بیمار رو انداختن توی بیابون به خاطر اینکه پول نداشتن. در بیمارستان ها میگن اتاقی هست، کسایی که پول نداشته باشن اونجا مثل زندان درست میکنن، اونجا میندازن. یعنی پول با سلامت انسان بستگی داره، اگه پول نداشته باشی سلامت نداری. من میخوام بگم جامعه و دولت مسئوله که کسی از بیماری نمیره به خاطر اینکه بی پوله. شما رو خطی، گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم، بفرمایید. سلام، بفرمایید. گوش میدم عزیز من، شما رو خطید، خواهش میکنم صحبت کنید. سلام علیکم، خسته نباشید. مرسی. من یه پسری 18 ساله دارم به نام روح الله. بله. فامیلش میگم بعد اوچی اعدامش دارم. میخواستم بگم که الان فرنانده رفته به راه دیوان عالی کشور، بلنم حقوق بشه. بله. برای اجرا رفته تهران، برای اجرا. ولی با خرونده 18 ساله بچم بوده فرستار، چندی بارم همینجا زنگ زدم هیچ بگیری نشده. بعد رفتن فرستارم خرونده بچه من برای اجرا برای تهران، پارتی بازی کردن چون رئیس آفتای از خودشون بود. شما اسم اسم پسرتون چیه خانم؟ کشوری همه از خودشون بوده. اسم پسرتون چیه گفتید که زنگ زدید؟ روح الله فردی پور. روح الله فردی پور چندی بار زنگ زدن. روح الله فردی فردی پور گفتید؟ بچه من اصلا یه قصه میشاهد بدن پنجان فردی هم قصه هم خورن بچه مری قتل انجام داره یا نه؟ بله. شما شماره تلفن هم دارید؟ یعنی شماره تماس؟ بله این شماره 0033. عزیز من خیلی چندین بار زنگ زدم. بله الان گفتید 900 و چند؟ شریفی، خانم شریفی گفتم. خانم شریفی الان یکی دو سال تو برنامه نداره که بزنید. خودم مخواملم شریفیه ولی الان بیگناه هست. باشه من شما تلفن تو تو بله شکایت کردم که بچه من شکایت داری تو آگاهی. ببینید دوست من، ببینید خانم، شما باید من بله شما الان فقط دارید اطلاعات میدید، کار خوبی میکنید، ولی شما اگه میخواید مثلا اطلاعات ما بتونیم تماس بگیریم باید شماره تلفنی بدید که ما بهتون زنگ بزنید. من نتونستم شمارتون رو بنویسم. خواهش میکنیم آرامتر.
مرسی. بله بعد چون خیلی سخته، من مطمئن نیستم هنوز این شماره تلفن درسته. اگه این شماره تلفن غلطه که من الان میخونم، این دوستمون دوباره زنگ بزنن و تصحیح کنن. من نوشتم 0937 840 کرده باشم و این روح الله فردی پور اگه اشتباه بازم نکرده باشم، جوان 17 ساله‌ای که محکوم به اعدام شده و پروندهش رفته دیوان عالی کشور، می‌سنین که کجا. به هر حال من این اسمو برای مینا احدی می‌فرستم. اگه شما بینندگان عزیز، شما کسایی که بچه‌هاتون زیر حکم اعدامه، اگه منظم زنگ بزنید و پیام بذارید، شماره پیامگیر داریم توی تلویزیون، هر شب وقتی برنامه پخش میشه یه شماره تلفن داریم که تلفن پیامگیره، اونجا پیغام بذارید که ما بتونیم اینا رو پیگیری کنیم. وقتی مشخص شد که این پیام ها واقعی هست و درست هست و ما پیگیری کردیم، اونا رو پیگیری میکنیم. شما رو خطید، گوش میدم بفرمایید. بله، ایشون هم صحبت نکردند و تقریبا داریم به پایان برنامه میرسیم. و یکی از برنامه ها، یکی از کارهای منظمی که ما در این برنامه میخوایم انجام بدیم، این که شاکیان خصوصی جمهوری اسلامی بیان اینجا صحبت کنند، مادرانی که بچه هاشون از دست دادن، خواهران و برادرانی که عزیزانشون از دست دادن، مردان و زنانی که همسر یا شوهرشون رو توسط جمهوری اسلامی اعدام کردن. شما رو خطید، گوش میدم بفرمایید. با تمام ادب خدمت شما جاوید، نادر هستم از شهرک. بفرما نادر عزیز، بفرمایید. زنده باشی. خدمت رو عرض کنم که معنی که تو سال انقلاب که اصلا نبودم، کسی زیادم بیاد، ولی خب چیزی که ازم به خدمت شما توی این جامعه درمیش وقتانه سطح آگاهی سیاسی مردم بالا رفته. ده سال پیش من خودم یادم بعضی به اسم خمینی مردم قسم میخورن، همون موقع که به دفتر جانی خامنه اینا خوش میدن اینو نمیشتافن. الان دیگه الان خوشبختانه مردم فهمیدن که بعضیشون هم اشتباه میکردن و این بلدزر دزه بشر دیگه همه شناختن. بعدم نباید بیم نگاه کنیم یه مش مفخور بسیجی جمهوری اسلامی با پول بیت المال و اتوبوس رایگان و تمام این مخارج از کل ایران جمع میکنن که تو معبد امام خوششونشون میرن. باید این ایه طرف این ناکنی که فقط یه نقطه از ایران که شمال باشه بیشتر از 3 میلیون نفر به این دو سه روز مسافر داشتیم. حالا سایر وقتش هم جای خوش، خود برادرم الان تو جاده شما گیر کرده، میگه فردا ادارهش و کاراش این همه مونده. اینا نشون میده که دیگه مردم واسه این آشغالا طرح خود نمیکنن و همه لحظه شماری میکنن که بالاخره یک روزی تمام این ملعونین رو محاکمه کنن و به سزای اعمالشون برسونن. درود بر شما. آقای جاوید، یه سوال خدمتتون داشتم. گوش میدم. سالهای جنگ که شما یا کاملا یا به هر حال قسمتش تو ایران بودید، به هر حال روزانه شاهد این بودی که جنازه تیکه‌پاره ده‌ها تن از جوانان و مردم رو به اسم شهید یا به اسم شهید شهرها و محله‌هاشون برمیگردونن. حتی خود شما به هر حال 100% از اقوام و دوستان و همشهریان و بچه محله و کسایی که از پایین و قلب دوستشون داشتید، ولی اینکه حالا باهاشون هم عقیده نبودید و اونها هم اشتباه کردن و تندروی و خامی کرده بودن، نه باز هم به هر حال به عنوان یک انسان قطعا از اعماق وجودتون ناراحت میشدید. میخواستم بپرسم اگر تو اون سالها عزم به خدمت شما به عنوان یک کمونیست، به عنوان یک انسان آزادی خواه، به عنوان یک انسان که ضد جمهوری اسلامی بود، یه تریبون آزاد بهتون میدادن راجع به اون جنازه ها، راجع به اون جنگ، راجع به اون عزم به خدمت شما، اون همه جانباز و شیمیایی، اون همه مادرهایی که جنازه جگرگوشه هاشون از دست دادن، یه تریبون آزاد به شما میدادن، شما چی میفهمیدید؟ بله من میگم که خب به عزم به خدمت شما بودید به جهنم، خب دندشون نرم، حقشون رو چه مردن، یعنی که جمهوری اسلامی رو به چالش میکشید. شما نظرتون اون موقع چی بود؟ من توضیح میدم عزیزم. اولا همون موقع ما نظرمون رو دادیم، گفتیم این جنگ، جنگ مردم نیست، جنگ بین مردم عراق و مردم ایران نیست، این جنگ بین دو تا دولت ضد بشری، دولت جمهوری اسلامی که اتفاقا برای سرکوب انقلاب مردم این جنگ مثل یه نعمت ازش استفاده کرد. و تو اونجا هم دو جور مردم بودن، بخشی از جوانها و بخشی از نوجوانها رو که با کلید بهشت
وعده این که به بهشت میرین نوجوانایی که تازه بالاخره تحولاتی شده بود تو ایران اینا کشیدن به پای گوشت دم توپ به معنای واقعیش تبدیل کردن، که اونا هم سعی میکردیم بگیم که این حکومت برای سیاهی و تباهی رو کار اومده، ولی بخش زیادی از مردم اجباری میرفتن جنگ. من تعداد بسیار زیادی میشناسم که از دوستا و همسایه‌ها و عزیزان من بودن، همبازیای مثلا دوران نوجوانیم بودن، که به زور بردن جنگ، 6 ماه دیگه جنازه‌شون آوردن و معلومه که هنوز یادشون رو گرامی میدارم، عزیزانی که حتی اونایی که با بهونه کلید بهشت اونا رو بردن به کشتن دادن، یکی دوتا هم نبودن. جمهوری اسلامی اونجام جنایت کرده در رابطه با جوانهایی که تازه فکر میکردن بالاخره کشور مورد تعرض قرار گرفته است و اسلام و حرفی که خمینی زد یادتون نره، حرف خمینی این بود که راه قدس از کربلا میگذرد، اگه یادتون باشه این یکی از شعارهای اساسی خمینی بود. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. آقای کیوان جاوید، به نظر شما شما رو خط بودید عزیز من. بله ببخشید، اتاق فرمان احتمالاً چون تازه کار هستن در واقع نمیشناسن. ما قرارمون اینه کسایی که یک بار اومدن رو خط دیگه نیان، یعنی یه بار، دو بار، سه بار خب زیادی میشه، و خصوصا دوستایی که هفته ای 7 روز روی برنامه خط ما هستند و بیشتر از رهبری از کمونست کارگری هم که این تلویزیون دارم بعضا میان صحبت میکنن، بنابراین اول تکراری میشه و جالب نیست که تو یه برنامه 2 ساعته دوستی 3 بار بیاد و بعضا خیلی هاشون هم نمیگم حرفاشون خیلی خیلی خوب و حالا هرچه مسئول حرفاشون هم خودشون هستند، ولی خواهش میکنم خودتون رعایت کنید وقتی یه بار میان، مگر اینکه حرف بسیار فوری داشته باشید که به هر حال فکر میکنید که باید ضرورتا تو 1 دقیقه بگید، و اینو خواهش میکنم رعایت کنید. من به هر حال دوستایی که میشناسم میان چند بار من قطع میکنم. گفتم این یک جداله، این یک جنگ بین ما و یک حکومته، این جنگ بین ما کانال جدید، ما حزب کمونیست کارگری، ما آزادی خواهان، ما مردم شریف ایران، ما مردم انسان دوست علیه یک حکومته. یک حکومت رو نمیشه با حرف، با افشاگری، با حرف حقایق از بین برد. یک حکومت رو هر چقدر ما بگیم که ما در رابطه با رفسنجانی و خامنه ای و بقیه خمینی و هر که حرف میزنیم، بحثمون نیست که بگیم فقط افشاگری کنیم. دنیای پیچیده ای هست که همه به همه چی دسترسی دارن. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. دنیاییه که بیش از شاید هم بگم 20 میلیون ایرانی فقط به اینترنت دسترسی دارن، به فیسبوک دسترسی دارن، به اینستاگرام دسترسی دارن، به وایبر دسترسی دارن، پره. معلمین توی همین دو چند ماه گذشته کاری کردن از طریق همین وایبر و خطای این چنینی اعتصابات سراسری در ایران سازمان دادن و راه انداختن. بنابراین جمهوری اسلامی از این نظر کاملا تو مخمصه قرار گرفته، کاملا جمهوری اسلامی دست باخته به مردمی که میخواست خفقان ایجاد بکنه و مردم این فضای خفقان تو ایران شکوندن. بحث ما فقط افشاگری پس نیست، بحث ما چیه؟ بحث ما این که در هر حرکت جمهوری اسلامی نگاه کنیم جمهوری اسلامی در چه موقعیتی قرار گرفته، چقدر ضعیفتره، چقدر درمانده تره، و مردم در کجا قرار گرفتن، چقدر مردم منسجم ترن، چقدر مردم سازمان یافته تر شدن، چقدر مردم به قدرت خودشون بیشتر باور کردن، و اینکه ما در مقابل این حکومت چه میخوایم. شما رو خطید گوش میدم، بفرمایید. گوش میدم عزیز من، رو خطید. آقای جاوید بفرما. سلام عزیز من، گوش میدم. خسته نباشید آقای جاوید. مرسی، خیلی ممنون. میخواستم آقای اون جواب اون آقایی که از شهر ری زنگ زده بود، بفرما گوش میدم، جواب و ایشونو بدم. بفرما عزیز من دیگه، به چه زبونی بدم؟ ادامه دارید دیگه آقای جاوید. بله دوست من، صحبت خواهش میکنم، بفرمایید. 3 بار به شما گفتم بفرمایید صحبت کنید و
بعضن فکر میکنم دوست ندارید صحبت کنید. برای تصویری که پشت سرمون هست از یه پارک دلپذیر در تابستون یا در بهار زیبایی نیست که این تصویر و عکس گلهای فراوانی رو شما بغل دستم میبینید. این از طبیعت زیبا نیست که وقتی بهار میشه دشت و دمن سرسبز و گلزار میشه و آدم ها میبرن توش لذت میبرن. این خاوران ایرانه، این منطقه ایه که عزیزانمونو کشتند، عزیزانمونو تیرباران کردند و نامشون روی اونجاها نیست، حتی خانواده ها فهمیدند اون روزهایی که کرور کرور از زندانی های سیاسی رو، زندانی های چپ سیاسی رو، کمونیست ها رو اونجا دفن میکردن، متوجه شدند اونجا دفنشون کردن بدون نام و بدون نشان. برید خاوران رو ببینید، برید از خاوران بپرسید، برید ببینید، برید به عنوان یه جوان، به عنوان کسی که 20 سالتونه 30 سالتونه، برید توی شهرتون یا آمار بگیرید ببینید چند تا زندانی سیاسی جمهوری اسلامی تیرباران کرده است، ببینید چند تا زندانی سیاسی داشتید، ببینید جمهوری اسلامی جنایاتش در گذشته چه بود و برید امروز نگاه کنید تو شهرتون چند تا جوان زیر سن 17 سال زیر حکم اعدام هستند و ما جامعه میخوایم از اینا خبری نباشه. ما میخوایم جامعه ایجاد کنیم و میکنیم. ما میخوایم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و بر ویرانه های جمهوری اسلامی انسانیت بنشه بشینه. اینو میخوایم. لابد ما الان بیایم هرچی از جنایت هیتلر بگیم فایدهش چیه؟ هیتلری نیست. آنچه که ساخت شد در یک جامعه اون مهمه. ما همه اینا یادمون باشه. اینه چرا میگم وقتی فاشیستا و قوم پرستا و ناسیونالیست های این ور اون ور دارن تلاششون، مثلا میخوان تلاش بکنن که جامعه رو فرقه ای بکنن، میگیم جامعه فرقه نیست، جامعه انسانیه، ما برای یک جامعه انسانی مبارزه میکنیم و دست تک تک شما رو میفشوریم برای اون انسانیت. با حزب کمونیست کارگری باید تماس بگیرید. شمایی که از اعدام متنفرید، شمایی که زخم جمهوری اسلامی رو به خودتون دارید، شمایی که عزیزانتون رو به جوخه‌های اعدام سپردن، شما که عزیزانتون 5 سال 10 سال 7 سال تو زندان‌های جمهوری اسلامی بودن، شما که خاطره‌های زیاد از انفرادی‌های کسایی شنیدید که سال‌ها 6 ماه 1 سال 2 سال تو انفرادی‌های جمهوری اسلامی بودن، شمایی که فقر رو می‌دیدی می‌بینید، شمایی که فقر و نابرابری رو چشیدید، شما باید بدونید بدون حزب داشتن، بدون متشکل شدن، بدون سازمان داشتن، بدون صدا داشتن نمیتونید به موفقیت های چشمگیری برسید. ما میخوایم صدای انسانیت در جامعه باشیم. پس حزب کمونیست کارگری رو انتخاب کنید برای انسانیت، برای رفاه، برای برابری، برای خوشبختی. برنامه‌مون اینجا به پایان میرسه. برای همه شما انسانهای شریف، برای همه شمایی که دردتون درد همه مردم هست و خوشیتون خوشی همه مردم هست، بهترین ها را آرزو دارم به امید یک جامعه آزاد، برابر، انسانی. شاد و پیروز باشید.